start talking? Bilal Aziz, Arz Salam Adab, Khidmat Shuma, Bilal Aziz, Bismillah Rahman Rahim. My team is Hassan, Mutasadi, and going to be a member of the Khanavadas, still doing the ring, Khidmat Shuma, and the Rise is Paradar, and the Rise is Kid, the start of the Romanic Obama has been, Bakushi was at the Pets of Parisha, Mazam has lit for Mohammed the Hariak Shuma John, a supposed micromedic, being native to the ring, my Bernomi Khodetan, Bernomi Khanavadas, John, a supposed as Mohammed Shuma, and to say Kias had the Bernomer beginning. از همه شما جان سپاس و تشکری دارم و همچنان شما دوستای عزیزی که از طریق فیسبوک برنامه رو میبینین شما بینید های گل ناز و از کامنت های خوب شما دسته های گل و قلبک های روان میکنین همش نثار قدم های خود شما باشد ولی امیدوار هستم که بیننده برنامه باشین و کوشش کنید که برنامه رو با دوستا و عزیزایتان شیر کنین تا اونا هم برنامه رو ببینن ولی همیش شما بینید های عزیزی که از طریق برنامه رو میبینین از من دوست و عزیز و برادر و خواهری من هستین از لطف محبت شما جان سپاس میکنم البته من باید خدمت شما عرض کنم کسایی که از طریق فیسبوک ما رو میبینن و کسایی که چون ما برنامه را تا نوزام از طریق فیسبوک برای زرین تیوی از فیسبوک خود روان میکنیم اونا نشر میکنن البته مکه چند لحظه در فیسبوک خود میمانم خاموش منتظر دیستم که استدیوی مرکزی برای من اطلاع بتن که من صحبت های خود شروع کنم که باز از طریق تلویزیون و بدگه وسایل جادو و جیلوس و بیگرونمان و چیزایی که دارن نشر میشه و همچنین از طریق خود فیسبوک زرین تیوی که شما میتونین پابلیک از پرند از فیسبوک زرین تیوی هم شما از طریق فیسبوک میبینین و کسایی که با ما دوست هستن در فیسبوک البته زهره تیمور حسن هم میتونین شما برنامه رو ببینین البته فیسبوک ما زوره تیمور حسن است اگر میخواستیم از طریق هم میبینین و همچنان برنامه از طریق یوتیوب هم به یوتیوب انداخته میشه و محبت کنین یک کسایی که در یوتیوب میبینین کوشش کنین سبسکرایب کنین تلویزیون زرین که تا ما بتانیم بینید های زیاده در یوتیوب داشته باشیم و تا در فیسبوک تا ما بینید های خود داریم در امریکا و اروپا و کانادا و تا در افغانستان همیشون بینید های بسیار ناز و گل هستن و همیشون مهزار امتران سپاس میکنم که شما همیش در فیسبوک کامنت های بسیار خوب میتین از کامنت های ناز شما یک دنیا تشکر از محبت هر یک شما مجاهان سپاس میکنم و امیدوار هستم که باز خدمت شما هست میکنم که برنامه را با دوستا و عزیزایتان شیر کنین تا اونا هم برنامه را ببینن و به او خاطر من اجازه شما باشه اگر فیسبوک خود درست کنم که مقصد نشین از من که همیشه پروبلم ما داریم خب به هر صورت بازم تشکر از شما دوست عزیز بیننده بسیار محترم گرامی باید خدمت شما عرض کنم که البته ماهی مبارک رمضان است میگوارستم که ما را به خوشی سپری کرده باشیم و کسایی که توان و قدرت زیر داریم که دهی ما روزه میگیریم روزای تان خدا قبول مقبول بداره و کسایی که خیر و خیرات و کمک در مردم تان در وطن تان میکنین شما را هم خیرات های تان خدا قبول کنه و عجی شبر تان بتر و امیدوارستم که هر کسی که میتوانه و توان و وسع خود در کشور نازنین ما اگر فامیل هایی دارین اگر افغان هایی هستن در اونجا قوم خیشتان کوشش کنین که شما برای افغان های عزیزتان کمک هر قدر که میتونین مقصد در افغانستان $100 مثلا پیسه از برای یک ماه اقل یک فامیل پنج نفره را میدان آشا و باتک کنن ولی بعضی مسئلات بسیار خوبی هم هست که کمک های شما را اگر خودتان ندارین کسی را نمیشناسین میتونین به بعضی من ساتس که یکی خب فدا جان و غلام جان فدایشان هستن که یک گروپ 20 نفری است من سات خیری که رسمی هستن اونا در امریکا همیشان با هم یک جو شده میتونیم که با اونا به تماس شویم و یک دیگه است سکیلا جان رود لی تو افغانستان که در نیویورک هستن که از طریق فیسبوک و یوتیوب میبینین کنا هم کمک های خدا برد پاله به بزاحت و بیچاره میرسانه یعنی انده یوتیوب میتونین شما پیدایشان کنین این کار بسا خوب است که از برای خودتان چون ما این باره که ما خیر و خیرات هستین کوشش کنید که اگر کس را کمک کرده میتونید بکنید کاری بدی نیست و کاری خوب هم هست به او صورت و میدونستم که من در اینجا فریز است و من نمی کنم که خدا کنم در یوتیوب در فیسبوک چی بینیم چرا فریز است بر صورت بله اگر نور جان میشنون دوباره سم که خد شبه سرش دیده شد که چرا فریز است تو
باقچه دوست عزیز و همچنان دوست عزیز باید خدمت شما عرض کنم که باید ما از بعضی دوستا و عزیزای ما که البته مرا کمک کردن در استودیویی که من در خانه درست کردم البته که بتانم چون موضوع کرونا و بیگرونمان جای رفتام نمیشه و هرکس در قرنطینه است و در خانه خود هرکس بند مونده و امیدوار هستم که شما دوستا و عزیزا از دوستا و عزیزایی که برنامه رو میبینین امیدوار هستم که بعضی مشکلات تخنیکی که البته رخ میده شما با بزرگواریتان ما رو ببخشین مقدر از ایتانو در استدیو هم کامل نشده و از ضرورت های دیگه داریم که باید اونا را هم باید خریداری کنیم و تا بدانیم که نشرات خوب داشته باشیم و امیدوار هستم که تصویر و پیکچر همه چیز درست باشه ولی امیدوار هستم که دوست عزیز من البته استدیو رو که درست کردم و چون وقت از کارانم ندارم روزای دوشنبه میتونستم برم به استدیو البته آقای نور و جواد مالشان زارم تنان سپاس میکنم از زحمت هایشان اما یک روزم برای من مشکل بود ولی میرفتم به خاطر اینکه چون شوق علاقه خودم است و خودم دوست دارم و در ضمن یک مدت طولانی است که این برنامه دارم و تا ما وقتی تصمیم گرفتم که موضوع کرونا شد و شما میبینید که تا خود تلویزیون های بسیار مشهور امریکا اینا کل هم خبرنگارایشان کل کسایشان که نتا خواستن از طریق خانه های خود نشرات میکنن اونا هم با همین قوت و قدرتی که دارن تلویزیون ها اونا هم مشکلات نشراتی می داشته باشن فریز میشه چون در هسپان هستن انترنت سرش بیرو بار میشه یا گپ پس و پیش میشه سم فرق میکنن ولی مرد هم برای این ساختار استودیو دوست بسیار عزیزم بسیار برادر خوبی من که من سالهای سال است میشناسمش و شخصیت بسیار محترم است که البته اکثریت کسایی را که تلویزیون درست کردن البته ما گفتم میتونم که می فرید جان ملکیار همه را کمک کرده با من هم من ایسی یک برادر و یک دوست اونا بسیار کمک کردن و بسیار وسایل و همه چیزایی رو که من گرفتم از پیش فرید جان گرفتم کنم خودشان یک بزنس بسیار کلان در لس آنجلس دارن و می کارهای تلویزیون می کنن اکثرا بسیار تلویزیون ها روکو یک چیزی رست همون کمپنی هم حتی شکر بنامش ساله یعنی بزنس یا ایش کارش فضل خدا خوب است ولی من از تایی دل ازشان ازار امتنان سپاس میکنم از فرید جان ملکیار که راستی مر بسیار کمک کردن در پولی ازی کمک کردن چون سیستم بسیار پیچیده است من بعض وقتا مشکلات پیدا میکنم با کمپیوتر که نمیتونم یک چیز را پیدا کنم یا مشکل میشه و بسیار کدای مخصوص داره بسیار به جای مخصوص باید بیر که یک کار بسیار پیچیده است کسایی که میکنن والا آفرینشان که یا تلویزیون میچنانن پیش میبرن و اون 24 ساعت من به همشان میگم که آفرینتان کار بسیار پر جنجال است برای من یک روز و یک روز ما جان روزای استیشن بیمه کن در صدر است که خودش برای خود یک استیدی جور کنه ولی کار جنجالی است ولی از فری جان گل بسیار زیاد تشکر و از نور جان که همیش که دو مانده جنجال است باید باز که نور جان یک جشه با نور جان شوخی کنیم دیشب بخواستیم سکایپ درست کنیم بسیار مشکل بود خود سکایپ درست میکنیم سم نداشتیم ولی نور جان هم خسته شده بود و خودم هم بچه ممر جان که زیاد کمک میکنه مرا او هم خسته شده بود تا آخر گفتیم برو بانم یه سکایپ ها که نور جان هم خسته شده بود روز رخصتی هم بود با خانم خود با چهر خود را مصروف بود اونو گذاشتیم ولی نمیخواستیم از طریق سکایپ بیم هر صورت حالی شما رو چی درد سر بتون ولی میم سر اصل خود برنامه خانه و خانواده و تلویزیون زرین و صحبت هایی که با شما دوستا و عزیزان میداشه باشون دوستای نهایت محترم گرامی باید خدمت شما عرض کنم که اول خود خداوند پیشترم گفتم که همه ما شما را از مرض کرونا و از این مشکلی که خلق شده همه افغانه ما را خداوند در پناه خود داشته باشه خداوند همیشان صدمند داشته باشه و چون در ماه مبارک رمضان هم از بسیاری افغانه ما روزه هم میگیرن امیدوار هستم که ماه مبارک رمضان هم با خوبی سپری شوه و از برکت همی ما و دعاهایی که مردم در این ماه میکنن چون یک ماه نهایت مبارک و نیک و رحمت الهی است و ما شما انسان ها را و شمول همه انسان ها من نمیگم ما مسلمان ها را هم مگیره در جهان از این مرض نجات بده و یک زندگی نرمال عادی که حتی ما شما تصورش نمی کردیم در خواب ما نمیگشت که یک روز ما همگی در خانه های خود زندانی شویم و همگی ماسک بپوشن و تمام ایونت ها با سپورت، موزیک، تئاتر، سینما هر آنچه که فکر میکنیم بسته باشه حتی بیچ ها در کالیفرنیا و در بسیار جای امریکا کلش مسدود است بسته است
یعنی مردم خسته شده بسیار زیاد و بسیاری همی چند روز پیش در کالیفرنیا دوست عزیز یک دکتر بسیار جوان یک خانم در دکتر امرجنسی یعنی از وقت از دستی که مریض دید و مریض مرد پیشش مرد دیگه نتونست که میری تعامل کنه خودش خود کش شاید کسایی که در امریکا هستین شما آگاه باشین ولی کسایی که در اروپا هستین یا در جای دیگه هستین ممکن شما از این موضوع آگاه نباشین ولی این اتفاق افتید که صورت به او خاطر دوست عزیز باید حوصله داشته باشیم وقتی که یک دکتر مثلا در امرجنسی جان به جانان میسپاره خودکشی میکنن و اونم به خاطر از اینکه دیگه تعامل دیدن مرگ میره مردم تعامل کرده نمیتونه خودش حیات خود میگیره و تقریبا فکر میکنم 44 ساله 43 ساله خانم بود ولی به هر صورت این مشکلات هست ولی خداوند به شما را هم حوصله بده که در خانه های خود در خانه های خود با اولاد های خود با طفل های خود که همگی دور هم هستند و همگی زندانی هستند و همگی در حالت عجیب و غریب قرار دارند خداوند هم پدر مادرها را حوصله بده که با اولاد های خود با حوصله و با خوشی برخورد کنند و هم پدر و مادرها را حوصله بدن که اولادها را و جوانها را حوصله بده که پدر و مادر خود را جگر کن نسازند بعض وقتا مثال سخت است که انسان حتی تصورش نمی کرد که 24 ساعت در خانه قید باشه و 24 ساعت با اولادای خود صداقت و وصل می شود به خاطر جان نایفم چرا صداقت و وصل می شود نشته کردن صداقت و وصل می شود دونو پی وای اگر امورا لطف کنیم ببینیم چی گفت پس من هم نمی فهمم که ما صدای ما در اینجا چطور است ولی امیدوار هستم که صداقت و وصل نشم دوستای عزیز اگر شما فکر میکنین که صداقت و وصل میشه لطفا شما با ما تماس بگیرین اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف او چی میشه؟ بله انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست I love getting my kids ready and driving them to school But a careless driver can change your life in an instant and insurance companies want to settle on the cheap Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers they fight for you I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering Don't let an insurance company take advantage of you Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking, and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares.
Call 800-889-3573. 800-889-3573. خب بینید عزیز، ما یک مشکل تکنیکی داریم. البته میادن جانبای ما صحبت کرده بودن، شما دوستا عزیزای کسایی که هستین در فیسبوک زرین تیوی، و چون زرین تیوی در منطقه که هستن کدوم پرابلم انترنت هست که انترنت نمیتونه خود چی ما قطع وصل میشه از طریق انترنت زرین تیوی، ولی شما دوستا عزیزایی که سلام ما میشنوین از طریق زرین تیوی فیسبوک از اونا میتونید شما برین فیسبوک خود ما از منصعی هست به نام تیمور هست زوره تیمور حسن فیسبوک برین من رو پیدا کنین، میتونین برنامه را از تو طریق ببینین، و به خاطر از اینکه من پروگرام باید پیش ببرم به خاطر از اینکه ریکارد میکنن و از طریق سکایپ ریکارد کرده میرن، ولی و چون برنامه باید تکرارش بفته باز در یوتیوب میفته. اگر شما دوستا و عزیزایی که از طریق زرین تیوی برنامه را دیده نمیتونین از سکایپ و نورجان خوش میکنه شیر کنه با دوستا و عزیزا، ما شما معذرت میخواییم، ولی بهتره ای است که اگر شما میخواین شما میتونین برین در فیسبوک خود ما زوره تیمور حسن شما برنامه را میبینین، چون فیسبوک من خودم صحیح است، مشکل ندارم. ولی مشکل ما با چی است؟ زرین تیوی است. امیدوار هستم که وام درست شوه، انشاءالله درست خواهد شد. و دوست عزیز، ما معذرت میخواییم که شما البته مشکلات ما داریم، ولی چاره نیست. من وای پس برام در فیسبوک خواهد. خب فیسبوک خود من درست است، شما گفتم بازم میتونیم که از طریق فیسبوک خود ما میتونیم بیان از دوستایی که در فیسبوک خود ماست، که شما لطف کنین برنامه را با دوستایتون شیر کنین، چون فیسبوک اصلی ما که خود زرین تیوی است مشکلات داریم، و چون فیسبوک شخصی ماست ما پس دوستایی که داریم اونا هستن که نیستن، ولی شما خواهش میکنم که لطف کرده برنامه را هر کسی که هستن از فدا جان کمال شازه خواهش میکنم برنامه را شیر کنن، از آقای دکتر سپ نصیر و ریاگ برنامه رو میبینن، آرو جان مایه فتا و دوستای دیگه که هستین در برنامه، کوشش کنید که برنامه رو با دوستایتان شیر کنیم، و چون ما ریکارد میشه از طریق جلوس و جادو و وسایل دیگه برنامه رو میبینن دوستا در اونجا صحیح هست تانا فیسبوک چی مشکل داره. به هر صورت ما برنامه رو پیش میبریم و سر خود موضوعات که کرونا گپ زدیم، ما بازار بازم میخوایم که اگزرس چکستگی در برنامه آمد از همه شما. دوستان عزیز، یک چیزی بسیار جالب دیدم در این موضوع کرونا و در افغانستان با همه مشکلاتی که ما داریم، و افغانستان بیچاره با این فقر و گرسنگی و بیچارگی و دزدی و قطع وکیل گذر همون نان نانبایی ده که باید با مردم میداد. باشیم ببینه که باید نورجان چیزی ها دیگه. نورجان شما بله؟ نورجان، دست به فیسبوک که فیسبوک است shared on our page so people can see the new channel. دوست عزیز، نورجان میگه زرین تیوی فیسبوک که زرین تیوی که برین برنامه رو میرین بخواهم درست شده، امیدوار هستم درست شده باشه، مشکل نباشه که امروز جنجال شده که من که مذرد میخواییم دو سایتیز شما هم ببخشین ما را دیگه پا هست یک آن وقتفته، یعنی کلش از سنمی کرونا سرگه کرونا نیم بود، حال ما آرام آمده موسی دیگه که خود بودیم برنامه خود تیر میکنیم بدون درد سر و بدون جنجال دیگه
خب به هر صورت اگر مشکل هست هست دیگه چاره چی هست به هر رقم که هست میگه حال صحیح شده زرین تیوی میتونه شما در زرین تیوی ببینید دوستا برنامه رو میتونه شیر کنین آوازتان نیست آقا جان مشکلم صدا من اگه پنک صدا من به هر صورت من تا ایپنک که چه از پیشتر باشه زاکی فکر میکنم زاکی نیست کنم بیارای چی خود ما هست نگه دیده شبر چی کس بر صورت دوست عزیز با همه مشکلاتی که ما داریم در خود کشور نازنین ما موضوع کرونا و فقر گرسنگی بیچارگی بیکاری ولی جالبی است که این موضوع کرونا را هیچ کس بسیار جدی نمیگیره و من انشالله کوشش میکنم که در هفته آینده اگه بتانم من دکتر صاحب بابوری را یا جناب محترم دکتر صاحب بوریا را من دعوت کنم که بیا باز هم تشریف بیارن از طریق اسکایپ که سریع مرض کشنده صحبت کنن و بپرسیم چی تغییراتی آمده در طول می دو سه هفته که دکتر صاحب بوریا با ما بودن یا دکتر صاحب بابوری رو پیدا کنیم هر کدوم چون اگه بتانن شخصیت های بسیار محترم و بزرگوار هستن میفهم که بسیار مصروف هستن ولی امیدوار هستم که بتانیم بزرگوار دکتر صاحب بابوری یک چون رو پیدا کرده بتانم که ما امرش رو تماس میگیرم که بین یک همه که صحبت کنن برای وطن دارای ما خصوصا در افغانستان هم برنامه رو میبینن که چقدر این موضوع جدی است یعنی کار مزاخ نیست دمی امروز در خبرات تنها در روسیه در ظرف 24 ساعت 10,000 نفر به این مرض مبتلا شده و ای تا آدم فکر نمی کنم من خودم شخصا فکر نمی کنم که به این زودی ها و به این آسانی از این جنجال ما خلاص شدیم یعنی ممکن یک مدت بسیار طولانی به این شکل زندگی ما انسان ها بشر در کره زمین به این شکل بانه و اینکه مردم مال مالشون برآمده که باید برایم بیچ آواز شوه مغاز آواز شوه ولی ما فکر نمی کنم ولی اوکی همی کارم کنن اما خود جرأت انسان ها چون کلی ترسیدن فکر نکنم به این آسانی مردم بتانه که دیگه باز برن باز همینطور مجلس ها باشه و پارتی ها باشه و کنسرت ها باشه و تا سر مسائل سپورت چیزا در امریکا بسیار کار میکنن که چطور باید بکنیم همین سیزن های فوتبال شروع میشه و کلیگی منتظر عزیز یک سپورت بسیار مخصوص امریکایی هست که در اینجا بسیار از شهرت خوب برخوردار است و بسیار مردم بینندهش است و از اون طرف کاروبار نی از اون طرف تلویزیون ها بجز اخبار و موضوع کرونا ولی باز این هنرمند های از اینا یک احساس خوب دارن میان از خانه های خود بیت میکنن برایشان انترنت میکنن کسایی که جوک میگن فکایی میگن اینا زیاد در فکر مردم خود هستن ولی باز هم مردم استرس دارن بسیار زیاد مردم نارام هستن خصوصا برای که شما که اطفال خود اولاد خود در خانه هایتان دارین برای از اونها بسیار سخت است که احساس کن درک کنن که چی میگذره چرا ما کل ما در خانه های خوشتیم صد که برای زو بگویی که این در یک وایرس هست این در یک مرض هست این مرض بسیار خطرناک هست این مرض کشنده هست ولی واقع همین خود مغز از اینها همین قویی گرفت و پذیرش از این موضوع رو نداره که بفهمن که چرا فکر میکنن در ذهن خود که شاید پدر مادر ما دروغ میگن خودم چی گپ هست مکتب خودم مس کردن معلمین خودم مس کردن فارخوندای خودم مس کردن یعنی باید ما پدر مادر ها که البته من اولادای خود ندارم خدا من کسایی شما رو دارین این اولادای خود باید بسیار با حوصله و با صبر با اولادای خودتان نگه هر سوالی میکنن ناراحت نشین بی حوصله نشین با این بسیار با خوبی که شما برخورد کنین به خاطر زیب که بسیار اساس هستن زین از یا خیلی ترکایی سپنج باره سر چیزی که شوه یا بیچارا بسیار برشون مشکل است که بفهمن درک کنن و ما پدر و مادرهای افغان با بدون کرونا عصبی مردم هستیم بسیار زود سر اولادا قار میشیم مشتاکل چه باشو کتسیلی بزن و بادر گفته دو بزن خود دو بزن و سر خانم قار شو دیگه شو ولی دارید یک وقت اساس به نظر من البته بهتری خواد بود خودش میفهم استایل زندگیش ای با این مفهوم نیست که من خدای نخواست شما را نصیحت و وصیت میکنم یا برای شما من داستان سرایی میکنم که شما را نصیحت کنم نه نصیحت نیست مهمه نیست یک کسی که کارم هست و دیفه ایم از برنامه خانه و خانه مسائل اجتماعی هست ایره پیش میبرم و جامعه را میبینم و اخبار تعقیب میکنم و خود امریکا صحبت های کسایی که وارد هستند در این مسائل گوش میکنم به دقت و بازم این نظر خودم میگم به نظر من هر چقدر ما از پیشن داشته باشیم صبر داشته باشیم حوصله داشته باشیم به نظر ما خوبتر است تا ای که بی حوصله شیم دلتنگی داره آدم ناراحت می باشه یعنی خدا شاهد است که بسیاری ها همین ناخی ناخی درخت خدا میکنه او درخت بگید اینجا بشان نور اینجا بکش کردار چپا کوی رو درست کوی رو کلگی میخوایم به اگنم
خودم مصروف بسازه با شمول خود من که من برتان از خود اولیم هم یک قدر گل بکنم از این گل از اینجا بکنم اونجا بشون گرد ترکاری درست کردم که بانجا هم رومی کش کردم که مرچ کش کو کی کش کو و کش کو هنوز هم یک جایی پیدا میخوایم پیدا کنم که یک کار دیگه کنم و چون و یک دانه کسی کال کار میکنه در خانی با خانم از زوره جان که او افتر شش روز تقریبا کار میکنه دیگه ما اولادام آمدن خانه که دیما هستن و ما و اردو بچیم و اینم جا نواسگه کریم که دزینا اون من می باشیم ولی بعض وقتا نواسیم که بچیم میره خانه خودم ولی زیاد اینجا می باشن چون کلگی کار نمیکنن از خانه کار میکنن عمر جان درس خود که پروفسور های خود از طرف اینجا می هست ویدیو کنفرانس چیزا درس های خود پیش میبرن ولی ما خودم یک روز از بیکاری از بیکاری زیاد من رفته بودم اون دیپو که داری بلد هستی رویست چای خانه رو مفرونشن دارم بی کار کسایی کسی یکی لوز هستی یکی میدونم من اونجا رفتم به یک سکشن هستی که انواری ها و چیزا بود من اگر نوری نیم سال رنگ خوب داشت من باز اون بچه پسان کردیم که این چطوری انواری اگر خود آدم بخواه رنگ کنه چی کنه چی نکنه خب از چیزا رو میفهمیم خب برای من یکان چیزا رو گفت که نیره بخواه ایره پاک و رنگ که چی رو میخواییم آتو من همین تشناب اتاق خواه رو میخواییم انواری های شبه رنگش رو تغییر بده من بدون از اینکه خانم بزرگان مشوره کنم من کل این چیزا رو خریدم آمدم دستاسی نه بر زدم ورس و بگیر و نما و کالای رنگ مالی رو پوشیدم ششتم انواری رو پاک و دیگه که بعد از این گرفتم پرایمر میگن یک چیز سکور زدم که خوش شد و دیگه شد من این رنگ کردم دیگه دو ساید دارم تشنو به اتاق خرم یک ساید برای من سی یک ساید برای خانم دوره جان که اونجا یک دستروی های نو بگیر نمون طرف یک دستروی دیگه من این ساید خود جور کردم تمام نمون رنگ ببینیم که از این چی مبره که رنگ خوب مبره نمره که الکل خانه رو دیگه رو نکنم ولی من این رنگ کردم خودم رفتم یک جایی پس آمدم مانمش که خوش شد یک چیزی بدرنگی برای من کل ایران ماندم من خودم خدایا چی کار کردم من برای خود جنجال جور کردم زوره بهش قناعت ها که چاری کار کردی من وقت زوره دار آمد تو خب هشت بجه شب شمی بجه شب میرسه خانه از ساعت پنج بجه صبح میرن به شب خانه تا شب خانه میرن تا خانه پس میرسه از ساعت هشت شمی بجه شب میشه من یک روکش گرفتم در مطره دستروی انداختم تا چی رو پت کردم بخیر بار زوره نبینه زوره کامل من زوره تون ممارد هیچی اسم دارم یک سپرایز دارم گفت تو مال سنی که بازه بازه گفت نه پس که سنی زر کرد که دید آول سنی من زر کرد سنی رنگ زر کرد گفت از این بیکاری گفت خانه رو چپه نکنی گفت گفتم چطور از رنگ من خودم میفیدم سر عقلی یک رنگ سر خراب بود بازه گفت خب نه دیگه ایده باید رمشه بخوری گفت ولی بوش کنی در درف ساین من رو دست نزنی یک رنگ نکنی نگرال که در جنجال مادی بکنم من چی باید بکنم ولی با اون خاطر گفتم چون از این بیکاری زیاد و چی کلگی یک حالت عجیب و غریب کل ما ماندیم که چی باید بکنیم ولی باید حوصله داشته باشیم پیشن داشته باشیم باید صبر کنیم که نباید الو الو با اون خاطر باید حوصله داشته باشیم و یک دیگر کمک کنیم بهترین خوب چیزش هست همین است که انسان باید کدی دوستای خود فرنده و فامیلی از طریق سکایپ از طریق هر چیزی که امکانات داریم ببینین یکی دیگر را گپ بزنین فیس تایم کنین دیگه کنین که تا ساعتتان تیر باشه ولی یک موضوع دیگه ایره که با همین خاطر کرونا من روزا در اخبار افغانستان میدیدم که یک شخص به نام مجیب رحمان است در ایراد مولوی است با او در دو نماز جمعه در هفته پیشم مردم دعوت کرده بود دو و دفعه قدر نفر زیاد نبود ممکن چهار پنج هزار نفر بوده باشه ولی مردم وقتی دید که حکومت هم چیزی نگفت او سر کرونا و چیزا رای هم نمیزنن این دفعه ما که دیدم ممکن در بود یکان 20,000 25,000 نفر جمع شده بودن در این نماز جمعه و جالبی بود که در سر یک دروازه یک دو نفر از امیر ملاها یا شاگردهای ایستاده بود مردم هم که کدام چیز اسپری میکرد از یک دروازه اسپری میکرد از طرف های دیگه مردم که از معلوم نبود که از کدام راکی میره هم یک جای گرفته بودن و فقط او قاش وارد سرشان اسپری کرده میرفتن و او آدم شما فکر کنین که در اونجا اگر 20,000 نفر آمده باشه که زیادتر از وام بودن
اگه هر نفر خانوادهش 5 نفر بگیرین این ضرب چیکونین تا که چند ملک نفر میشه و این امیره حکومت چیزی گفتن مره کسی گفت که باید حکومت مالی گفتن مالی چیزی گفتن نمیتونه که در ملاقه را از گرفتن در آتش بازی کردن است و هم دیگه یک شرایط ملاقه که قولا می بخش افغانی که بگویش بخش افغانی رفت و همینیم تو بیکار دین است مردا از نماز من نمی کنیم و هم در ماه مبارک رمضان اوی کافر مرتد و بیزن بو مجابانی را خوب سریا دنیم چیزا بعد همینه که زنش یهود است خودش کافر است که ای سو 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 و همون لخان برد و همینطور که می فهمش ملا وقتی که اونمون مردم با فرهنگ ایراد مردم و ایرادی که مد تمدن هنر و فرهنگ بود و هستن و دمسا مردم شریف داره اینم یک مولوی می 20,000 نفر دور خود جمع کرده و هر کاری که دلش میشه میکنه نو بدی هیچ این نسل هوشیار و دانشمند و تعلیم یافته ایراد یک حرکتی از خود نشان نمیتن که یه آدم استاد کنن بگن که یه خب به حیات انسان ها بازی کردن است ولی کسی همین جرات کدن میتن حتی ملاقه از گرفتی در دمی تلویزیون ما نمیتونیم یک چیز رو به سراحت بگویم دستی سواب این جاپا میزنید که کمونست که مرتد این مشره که سیکولر همین چیزی که از دانش برامد باز یک چهار تا دنبال روایشون باز در این مدره هنوز وام بیابت میکنن وام بیابت میکنن وام نمیمونند میگه یک ملا دفعه یک ملا در منطقه آمده بود نه صبح کی وقت میرفت طرف مسجد یک طرف مسجد میرفت بغل من با یک کدام سگ بود هر دفعه که ملا را که دلونگی سفیر شدیش میدید دیست سگ میدوید و قوم میزد جلزی بود این ملا اصابش خراب میشد و میدوید این ملا را یک چلان هر روزی تکرار میشد یا ایران من دیم ملا که چکن دیگر روز یک دانگ پیدا کرد می دانگ گرفت در دستش بود کمی سگ خیز ملا استاج می دانگ کل کرد پیش نبیگی گفت که دمی طلاق سرت میزن و سگ گفت گفت تو میفهمی که ما کی هستم که تو هر روز میگی قوم میزنی که مرا بترسانی و مرا بخوری گفت من خدا برات معرفی کنم گفت من ملای مسجد هستم گفت اگه امروز صبح رفتم در مسجد فتوا دادم که گوشت سگ حلال است گفت نسل نسل تا دیگه مردم نمیبینن روی زمین سگ سگ هم نگه باز خور فکایی جورن گفت سگ هم کلی خود پایین انداغ من هم میفهمیم شما ملا هستی دیگه که ملا قرص گرفتن کار سخت است ولی آدم هیچ کس دیگه که چیزی نمیگه و او هم میگم به سراحت که میگه کرونا برای کفار و امریکایی ها و خارجی ها و یارم میگه که قار و غضب خدا است ولی برای مسلمان ها رحمت الهی است شما را اگه کرونا بگیره شما شهید میشین راستن به جنت میرین و 72 عمر منتظرتان است با اونمون جایی نمی نسل جوانی که اکثریت شما جوان ها بود و این مولوی چیک میزد و او گریه میکدن و می صدا میکنن نعره تکبیر که بعد اگر میتونه آماده هستن که کرونا را خودشون پیدا کنن در دان خود درو کنن که زود برن در جنت ولی اون امور هیچ کس چیزی گفته نمیتونه ولی خود مردم ایراد هم چیزی گفته نمیتونیش نمیفهم چرا یک ولی جوان هم رفتن ولی چرا ایشون هموز که کدی ملاق قرص گرفتن و این ملاق ها نمیمانید ملاق ها اینجا ملاق به طب و توابت حال امروز بینید کل دنیا 24 ساعت دکترها پروفسورها کار میکنن که اگر واکسین برزی پیدا کنن شب و روز زحمت میکشن ماهیت برای شما دوام روان میکنن کمک های اقتصادی هم روان میکنن دوام میکنن دوام میزنیم من امروز یک صحبت یک کس رو شنیدم در یک برنامه سساتر همی طالبان شما بینید در این ماه مبارک رمضان این کرونا این گرمی در ایوال افغانستان و این طالب های ظالم خدا ناترس حال پایای برق چفه کده میره امروز دادان مسجد داد خوست گردیز یا خوست تقریبا 25 نفر کشتن در علمان کشتن و میگن در جالبیس میگن در این ماه جهاد بسیار ثواب داره یعنی کشتار مردم بیگنا و مسلمان روزه به دهنه که کلمه الهی را میخونه ای آمین که در این طریق در این ماه ای فیض و برکت در ازی بسیار زیادتر است تا ایک روزه یادی مردم مسلمان بکشیم یعنی شما خودتان پیش خود فکر کنید خودتان پیش خود فکر کنین یعنی یک انسان باز او هم مسلمان و او هم به خدا و روز آخرت ایمان داره ولی میگه که این ماهی که رحمت الهی است و خداوند میگه که دروازه های بهش باز است دروازه های دوزخ بسته است یا میگه ثوابش زیادتر است که تو مسلمان و یتیم و بیوه و مسکین و بیچاره رو بکشی اگه باز چیزی بگویی و اگه یارت من یک دفعه جدی از صحبت کردم باز کسا گوه براده تو شورای پدر سر ملاقا قارستی مثلا ملاقای با حیثیت با شرف
دانشمند، مردمی که واقع ده میگن مطابق قرآن و سنت پیغمبر حرکت میگن، ما که تو ملغا ما پرابلم نداریم، ما برادرهای ما هستن، بزرگای ما هستن، بدرد بخور هستن، سر زمین مردم هست، مرده و پاتیا و جنازه ما سر زمین میا هست، او مردم ها جداست، ولی یک تعداد دیگه ایسی از کیا برای که ملغا نیست، برای که یا در ملایی نمیفهمند یا در اسلام نمیفهمند، کارهای از یا مخالف قرآن است. وقتی مخالف قرآن بود مسلمان شده نمیتونند، ولی اینمی هست، اینمی مملکت ماست، اینمی مردم ماست، اینمی چیزی را که ملا برشان بگوید ده تا دکتر و پروفیسر بیا برشان بگوید نمی کنند. حال دینم تو شرایط وظایف اینمی مساجد است، ملا هست. من دیم یک چیز ایران نستم که چون ما مسلمان ها یک مرجع قانونی نداریم، تمام کشورهای اسلامی باید یک کلان می داشتیم، در یک جای یک کلان ما می بود که نمی وقتی می دید که در یک مملکت اسلامی خلاف اسلام با قرآن و سنت پیغمبر رسول مقبول صلی الله علیه وسلم حرکت می شن، امون مرجع یک فتوا می داد که یادم ملا را باید غرغره کن و این ملا را پانش می کنن و این متوجه می ساختن. امین یک مرجع را من نمی فهم، یک مفتی مرکه مذهبی از کو مفتی هم گم از بود قصد درس کرونا رو وامز خانه نبوره، اگر این نمیان وقتش بود که اینمی مفتی کعبه باید فتوا صادر میکرد به تمام کشورهای اسلامی که به تمام مسلمان هایی که شما تصمیم داشتین که مثال بین به حج خانه خدا بهترین حج، حج اکبر نمیان است که شما پول دانه برای فقرا و غربا و کسایی که به کرونا مبتلا هستن، شما پول دانه برای زیاب بدین، اگر ندین شد غضب قار خدا گرفتار میشین. اینو این فتوا را نمیتن، فتوا را بخاطر از این نمیده که باز بزنس و تجارت خودشون خراب نشه یک دفعه، باز مردم بگه نیده که چه بارم خورم فتوا گو که بر غریب بدین از ثواب زیادتر است، ولی نمیاله وقتش است. ولی ما میده یک مرجی نداریم، هر کس به یک نام پیسه جمع میکنه که اگر دوزام از پیسه جمع میکنه، اگر آدم سیام از پیسه جمع میکنه، بسیار مردم هاست که من این فهم یک چیز من دفع خواستم که محسسی چطورکایی از آرستان که با پیسه جمع میکنن از امریکا و اروپا از هر جایی یکی دیگر ببینید از یک جای دیگر، خود دوزایی که در کابل هستن از غریب و بیچاره رو فلمایش هم میپرتن در یوتیوب، اکس را پرتو کی را پرتو را پرتو بود پیسه را روان بود پیسه گم میشن معنی، ولی اونو کشورهای مفتی باید اینمی فتوه را بتر نمیتر و نمیفهم که چرا ما نداریم یک کلان یک که همه ما در یک راه در یک مسیر روان شدیم. عربستان در یک طرف روان است، یمن دیگر طرف روان است، هر کس از دل خود انتر روان است، هر کس از دل خود یک چیز را به نام شریعت و لا و قانون و میاره دیگر میاره میاره که باید نمی باید انتشابه در تو شما برین بیونید چی آن است. ولی نیک بدبختی مملکت ماست، بدبختی مردم مظلوم بیچاره ماست، ولی شما کوشش کنین کسایی که میدانین به مردم کمک کنین، کمک کنین، کار بسا نیک و خوب است، این ثواب هم داره، من خودم میکنم شخصا، بسا کسای دیگر هم میشناسم کنا هم میکنن این کار، ولی باید هم بکنیم بخاطر از اینکه هم ثواب داره و هم مردم مظلوم بیچاره افغانستان بسا پریشان هستن، مردم نان نداره، سیاری ها که از کرونا میترسن خانه نبرن اولاد خود چه قسم نان بتن، ولی ما همیش هر چیز هست. حکومت باید بکنه، حکومت بکنه، اینمی امریکا و اینمی از عظمتش حکومت برای مردم که چیزی نمیکنه که خود مردم پیسه دارش برای مردم خود و حکومت میکنه، اینمی سرمایه دارا میلیون نرا از یار کدام 100 میلیون 10 میلیون چیزا رو هم فرفرک بار میدن، ولی من هیچ یک تاجر و یک سرمایه داری افغانستان من ندیدیم که آمده باشه تلویزیون بگه که من از این 400 میلیون دلار یا 500 میلیون دلار که دارم یک 5 میلیون دلار از نمیده من میتونم برای مثلا که مردم هم برای 2 ماه باید 3 ماه باید خرج خانه 1 میلیون انسان هم میتونم برای زود چی میمانه و کلشان هم میلیونر بیلیونر در افغانستان و این باید در مساجد ملاها در تلویزیون ها همیز کسایی که من که گفت میزنن سر مسائل سیاسی بین بر خاطر نجات افغانستان مسیج و پیام مردم هم برای سرمایه دارا و میلیونر ها برسانن. خب برادر او آقای عطا محمد نور که تو دست استقیل میکنی میگی ساعت ما 25 هزار دلار قیمت داره و از دیگه هم دارم که 45 هزار 50 هزار دلار داره
اما یک ساعته که تا بخروش هم 45,000 دلار دم مزار برای بیبی که چقدر گدایگرم مسکین و گشنه و فقیر است باید برش بتی که دعا کنم برد همی ظاهر قدیر نمی جلال آباد چقدر فقیر و بیچاره است برو یک میلیون دلار از این پیسه های دوزی و قاچاق و گندم و مندم که بود در شورا برامد از اون پیسه یک میلیون دلار چه برو مردم خود بتی برده یک کس هم نتی ولی نمی کنن و ایره باید کلگی باید بگویه هر برنامه ساز باید ایره بگویه که یا متوجه شوند که از خدا بترسن و در دلشان رحم بفتن بتانن که مردم خدا کمک کنن از اینجا هر کس به یک شکل کمک میکنن این می دکتر صاحب ما من این آقای اوریا دکتر صاحب بابوری اینا کس هستن که از این اینجا سهم خدا دارن در افغانستان که چطور اینا بتانن یک کمک و خیر برای طب و طبابت در افغانستان کنن و مثلا دکترای دیگه ما که اکثریتشان نامشان به خاطر من نیست و نه هر کدامشان زحمت میکشن برای دکترای افغانستان کوشش میکنن ویدیو کانفرنس ها میتن رفتن اون مملکت مفت و رایگان کار کردن و مثلا اشخاص دیگه ولی رو باید تمام برنامه سازا نیست وظیفه در هر برنامه خود باید بگوین و از سرمایه‌دارای افغانستان چی در داخل افغانستان هستن چی در خارج افغانستان هستن جایی که شما میایین در تلویزیون ها بجز توهین و تحقیر و تخریب و حکومت از بین باید ببرین و دیگه حکومت به غم ملت و مردم تانه بخورین یک کار نیکتر است نه شما از این چیزی کدام میتونین برای افغانستان نه این نظر و پیشنهادات شما را کسی اونجا یک تنگه و ارزش نمیتن ما که خودت از بلژیم، ما که از امریکا و ای که از کانادا و ای که از ترکیه بیاییم که در افغانستان پیشنهاد کنیم بلا سر ای باید حکومت سرنگون شد، ای حکومت باید از من بره، باید حکومت دیگه بیا که تا ای شد، ای حکومت دسترشانده، ای حکومت مزدور که ای 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 دل خود خالی میکنید ولی ما برد قسم میخورم، ما رفتی هم بسانه اگر گفت اینم یک سر سوزن هم تاثیر داشته باشد چیزی که اوها خودشان میخواهیم بکنن و جزی که خود انسان بدمال میشه شما با این شخصیت های بزرگوار کسایی که در مسائل سیاسی وارد هستین شما یک مصاحبه ها میکنین در تلویزیون طلوع و آریانا و چیزا با جز تخریب شما هیچ کار دیگه ندارین این اکثرا میایین هیچ کس شما قبول ندارین هیچ کس نه دکتر عبدالله را نه اشرف غنی را نه قیقه نه گلبودی را نه طالب را اگر شما فکر میکنین که شما را میاره کس از اروپا و کلتان یک جای میشون به نام کانگری میدی و دیگر و دیگر میبرید این خواب است و خیال است این بسیار از امکان دور است بخاطر از این که چیزی که امکان نداشته باشه و امکان نداره من نمیفهم چرا کامنتار من مدیده نمیتونم امروز کدوم جنجال برای ما جور شده دیگه هر چی که شده شده دیگه دو چند جای هستم بداریم تیم خواهش به کدامش ما هست خدام ایران یه یاد اکس کنم شما ببخشید دفتر عزیز که من باید فهم که من به کجا هست باید ده اینجا باشو فکر می کنم و از پیش خود من برای کنم از که من به کجا هست بریم تا من پیش رو بر صورت دوست عزیز این مشکلات هست ولی خداوند خودش لطفانه هر رقمی که رضای خداوند باشه خداوند خودش میربان است از دوست که شما در فیسبوک هستین دیگه اگر صدای من میبینین و میشنوین اگر هستین با ما امیدوار هستم که برنامه را با دوستا و عزیزایتان شیر کنین تا اونا هم برنامه را ببینن که همه دوستا با هم یک جای در برنامه باشیم ولی من خودم نمیفهم که من در کجا هستم در کجا نیستم در 3-4 جای هستم در فیسبوک ولی به هر صورت هر چیزی کس هست با بزرگواریتان ما را ببخشیم اگر هستگی و تکتگی در برنامه هست من نمیفهم که
من دیدم نمیخوام که من کلا میشه قرار دارم نمیاد گوش فاست سیکسیت با صورت ممکن میشه چیزی ای باشه دیگه چی شد دیگه بر صورت دو سایز این موضوعاتی بود که گپ زدیم سرش باید خدمت شما عرض کنم که در هفته که گذشت البته در ختم برنامه یک موضوع دیگه هم دوست ما برای من گفته که باید سرش گپ بزنم ولی من تا حال نمیخوام سر موضوع گپ بزنم بخاطر از این که همین موضوع ماجرینی که در هرات از طرف ایران در از اخبارا و مسائل سوشال میدیا برآمد که جوانای افغان در دریان داختن ولی برای من تا هنوز من نمیتونم اصل اخبار ما تا حال نفهمیدیم که چرا اینا چطور داخل ایران شدن اونجا بسیار یک دریای کلان است چطور از دریا خود از یاد تیر شدن کو طرف سر دریا را گرفته پس در دریا انداختن بعد قصه های عجیب غریب میشنم و آدم مال نمیخوایم سر از اون قضاوت کنم به خاطر از اینکه تا هفته آینده ببینیم که اصل واقع چی است بازم چالا نظر خودم میتونیم شما هم میتونیم سرش گپ بزنیم و دیگه دوستا هم میتونن گپ بزنن ولی فعلا من راست بگویم نمیتونم چیزی بگویم به هر صورت رضا جان اختری شما بسیار زیاد تشکر از خون جان برنامه رو میبینن از برای فتا جان عزیز من هم یک دنیا تشکر که در برنامه هستن و برنامه رو میبینن به هر صورت من تا مهمی است که باید منتظر بانیم سر بعض مسائل دو هفته اگر به خاطر داشته باشین در آخرای برنامه ما سر موضوع اجتماعی صحبت کردیم ولی چون وقت برنامه برای ما قدر یاری نمی کرد نتانستیم مفصل صحبت کنیم یک تعداد دوستا گفتن که کاش که میسه که باید سرش گپ میزنین و زیادتر صحبت میکنین و من معذرت خواستم گفتم که چون نتانستیم که سر برنامه صحبت کنیم گپ زدیم ولی تا مهم بایی بود که من راست بایم با از یک خانم نهی چندین خانم ها برای من تلفون کرده بودن بعضی مشکلاتی با نسل جوان یا تینیجر خود دارن پدر و مادرها و ما پدر و مادرها چون دو وقت هم سریزی یک ذره صحبت کردیم مشکل ما پدر و مادرها در این است که ما فکر میکنیم در تمام مسائل ما همه چیز میفهمیم اولادای ما نمیفهمن ما از همه چیز وارد هستیم ولی اولادای ما نمیفهمن حتی تو فکر میکنیم بی عقل هستن لوده هستن احساساتی هستن جوان هستن جوان ها احساساتی میباشن و خودم ما بسیار حق میتیم که در تمام مسائل اینا ما باید دخیل باشیم ما آگاه باید باشیم که خب یک مثلا یک پدر مادر است که بفهم اولادش چی میکنن ولی ما باید در حد حدود خود برای عبازم به نظر مسی کار نیست که شما هر رقم که دلتان میخواهیم اون کار کنیم با من هیچ ارتباط ندارم ولی من نظر خودم میگم البته نظر ما البته ما باید پدر مادر هم حد و حدود خود باید بشناسیم که تا چی حد ما اجازه داریم چقدر میتونیم که در زندگی از اینا داخل شویم اولاد از ما هست ولی ما اینطور نیست که ما مالک اولاد خود هستیم و هر چیزی که ما باید بگوییم اولادای ما باید دیری بکنن در یکی از برنامه ها که من خانم محترم نایی جان نصرت آورده بودم که ناصر از این موضوعات صحبت میکنم و از دوستان مشتم میکنم که شما میخواین از اولادای ما آمریکایی درست کنین هیچ کس نمیخواد از اولادای شما آمریکایی درست کنه اولادای خودشون آمریکایی هستن ده ما یا آمریکایی هستن این که ما تو خود کور مندازیم خود لوده مندازیم میخوایم که در کوچه اصلا چپ بزنیم این موضوع جداست و هیچ کس شما رو تشویق به این نمی کنه که باش اولادای شما در بگوی که شما به گفت پدر مادرتان گوش نکنیم یا چیزی که پدر مادرتان میگه بر قبول نکنیم ولی زیادتر از اولادا که ما پدر مادرها باید سر خود کار کنیم ما باید خود یاد بدیم که با این فرهنگ از این مردم آشنایی پیدا کنیم و چیزای خوب از اینا استفاده کنیم و چیزای خوب افغانستان هم استفاده کنیم چیزای بد افغانستان رو باید دور کنیم و چیزای بد از هم دوری کنیم ولی با هر دو فرهنگ آشنایی باید پیدا کنیم ما بفهمیم که اولاد ما در کجا کلام میشه در کجا تولد شده در کجا هست اولاد خب تا اکسنی که مکتب شروع میکنه خب پشته است با اساس بنیاد تربیه یک اولاد اولین جایش خانه و خانوادهش است اگه یک پدر مادر عصبی که اکثر ما هستیم از این کارم کرده نمی کنیم اگر یک پدر مادری که یک طفل تولد می شد می دوسته یک سال و چهار سال که می فهمه که جبر راستخونه می بینه که پدر از این مادر است اگر در یک محیط پر از خشونت پر از توهین و تحقیر بزرگ شود با او ذهنش هر روز با
شنیدن کلمات بسیار زشت از زبان پدر یا مادر یا هر کسی که باشه عادت کنه، با مرور زمان این سرکنده مثل اون پدر و مادر خود از جور میشه. ما با اون اولاد خیانت کردیم، ولی ما از اون خودخواهی های خود اگر کم پایین بیم بفاهمیم که ما در کجا. در افغانستان خب موضوع جدا بود، حال شما در افغانستان نیستیم، حال اکثریت افغانایی که در اینجا هستن بعد اقل از 30 سال زیادتر شده که زندگی میکنن. اولادای ما در اینجا تولد شدن، در اینجا کلان شدن، در اینجا مکتب رفتن، در اینجا یونیورسیتی خواندن، و این اولادا را باید ما در محیط خانواده خود با مو فرهنگ افغانی خود آشنا بسازیم، بگذاریمشان که با کلچر اروپایی و امریکایی که ملت شدن در مکتب و یونیورسیتی و فاکولته، اونا را بانیم که از اونا بیاموزم ولی از چیزهای خوبش یاد بگیره. وقتی اینا در اینجا کلان میشن، سیستم تدریسی مکاتب چقدر پدر و مادرات دانستن که برند در میتینگ های اولادای خود مکتب ها نمیرن، اصلا نداره اون که بره بشینه یک دوست معلم هاش رو مکتب میکنم، ولی من ما رفتیم، خانم هم رفته همیش بعدی که اولادای ما خورد بود از مکتب ابتداییش گرفته تا های سکولش دگیش تا زمانی که نیاز داشتن، ولی میرفتیم ما و خانم میرفتیم میشینیم چی میگن. ولی افغان ها نمیگه، افغان ها به صورت کل اصلین این کارها رو نداره، ولی در نهایتش وقت زمانی که طفل اولاد کلان میشه، شما متوجه باشین، اینو من نمیگم، اینو کتاب ها میگه، دکتر صاحب ها میگه، طفل به مجردی که همین تینیجر میشه به سن 13 میرسه، یا فکر میکنن خدا همین اطفال که نه همه چیز میفهمند، با اینا توقعش نیست که مال یک شخصیت بزرگتر شدیم که ما باید مورد احترام و اعتبار پیدا کنم در مقابل فامیل خود و خانواده خود. ولی در برعکس امریکایی ها این موضوع رو میفهمن. بعض وقتا ما افغان ها فکر میکنیم که ما از امریکایی ها که بسیار بهتر و خوبتر هستیم و ما بسیار پدر مادرای خوب هستیم، که جای شک نیست که بسیار افغان ها پدر مادرای خوب هستن، ولی شما رو ما براتون باید بگویم باز بعض وقتا این می امریکا در مسائل اولادای خود اینقدر جدی هستن که ما شما یک سر سوزن نیستیم. ما شما هم حس ما فرق میکنه در یک فرهنگی که ما ها کلان شدیم، ما کلان هایی که پدر مادر هستیم، او فرق میکنه. بس شما بعض وقتا در خانواده های افغان جوان های ما به صورت کل اکثریت جوان های افغان اینا بسیار مردم های با شرف و راست و پاک و سوچه هستن، اینا همی کارهای دروغ و نشکندن و تبین کرد چیزها رو بسیار ایش بلد نیستن، نمی فهمن، هم ترت پرت پسکنده صحبت میکنن برد، و بعض چیزهایی رو که یا در اینجا اجرا میکنن که با کلچر امریکایی عادت کردن و که مخالف فرهنگ ما مردم افغان است، ما پدر مادرها عصبی میشیم، خار میشیم، سرشون غال مغال میکنیم، بعد اون سپیس از یاد داخل میشیم، پرایوسی نمیداشته باشن، ولی آفرینشون سیاریهاشون با این که میفهمن که یک چیز حق مسلمشون است که باید بکنن، ولی از ایا و شر نمیخوانه و محیط خود کار نمیکنن. یک اگه اولاد افغان اگه خراب هم میشه، اگه گمرام میشه، اگه عصبی میشه، یک تینیجر وقتی که گوشگیر میشه، یک تینیجر دیگه علاقه نداره که تو بیاد یک میز نان بشینه نان بخوره و کوشش میکنه که هیچ که تو این دانبدان نشه صحبت نکنه، او از خود یک دلیل داره، او دلیلش ما پدر و مادر از خود پرسان نمی کنیم که پیش خود بشینیم چون بزنیم که چرا بچیم، هیچ نمیخواه که ما یک گپ بزنه یا قصه کنه یا صحبت کنه یا سر میز نان به میردم اتاق خود دم اتاق خود خدا قید میکنم اون تلویزیون هست یا لپتاپ شد در چی هست که مصروف هست که دوام مو شما وارد نیک بفاییم بیدم لپتاپ چی میکنم، ولی ما از خود سوال هیچ وقت نکنیم. اکثر وقتا چون ما پدر و مادرها در هر کار از یا قرص میگیریم، کجا بودی؟ کجا رفته بودی؟ او باید من کتاب خانه رفته؟ نه من میفهم کتاب خانه رفته، باز کدام پدر حالتی تو داشتی؟ اگه دخترش رفته باشه که تخور خونده خود یک سینما که خانده باز و پدر یا مادرش نی او بسیار از دختر هایست که چشمش او میشنه و میبینه که نه سرش اطمینان داری نه اعتبار داری نه منصد اولاد محبتت او فکر میکنم تو شاید داشته باشه که دارن اکثر افغان ها،
ولی وقتی برخوردت رو میبینه، صحبتت رو میبینه، قضاوتت رو میبینه در مقابل خود، او همی احساسش کشته میشه، هیچ همی علاقه نداره که میتونه ببینه چی به این که دید گفت بزنه. او میفهمه که اگر ما بیاییم که دزی بیشینم باز این مقصه است، اونا قصه تکرار تکرار اما دول عرد داره این مدر میره و میره و میره و میره و ما اینجا از خود هم سوال نکنیم که ما پدر مادر چقدر میتونیم این کار کنیم، آیا ما مستحق همه حق داریم که باید کار کنیم؟ ما از خود سوال نمی کنیم، یک سره ما اولاد ملامت می کنیم، ولی اولاد ها که باز بسیار گوشه گیر شده دیگر شده باز میره این طرف اون طرف، یا بساری که جواب کنه ندار اولاد هایی که یک ذره عصبی میشن و دیگه اصابش خراب میشه دیگه میشن که ما هرچی داریم شوا خب بعض وقتا بعض تین جرام خشن هستن، بعض تین جرام هستن نمیتونن درک کنن بفهمن موقف پدر مادر خدا یا با فرهنگ خود آشنایی نداره که وام شما ملامت هستیم، با خود ما ملامت هستیم که بار آشنا نساختیم، بار نفهمدیم از طفلی ما بسیاری چیزا رو به حتی بسیاری پدر مادر رو برو به در حال این کارا در افغانستان نشه پیشوی اولاد خود میگه که همو احترام و ادب رو که به کلان خود بابا کلان خود مادر کلان خود خاله خود امید داشته باشه او رو خود پدرش میگه نکو بام به در حال ریش دفعه شدن و هر توقع داره که بیاد دست شما آچ کو دگه کو دگه کو بود شه پیش وایل با دگه کو، ولی خدا شاید اسم ها اولاد هایم تایی نمیاله بابا جان یا خود میده دستای شما آچ میکنن دیدیم من مملکت تولد شدن کلان شن کلان کلان بچه هستن چون ما این فرهنگ یاد دادیم برشان بین ما بین اولاد هایم گفتیم حتی یه خانم که تا برد قبل نمیده بچین دست دراز نکسی خصوصا خانم هایی که اجاب داره هیچ وقت دست دراز نکو فقط دست دستی نبین برای شیطان کن چون کسایی که جواب دارن قوی چیزا نمیتن این چیزا رو ما باید برای اولادای خود یاد بدیم اونمو برشان عادت میشه تا این میاله اینمی عادت برشان مانده و ای کنن کلان کنن بچه هم هستن ولی بسیاری پدر مادرها اولاد خود میگن برو شیم دست کسی رو ماش نکنی پیغمبر خود نیست کلا کلا اینا من نمیگم بکو ولی نمی یعنی احترام بزرگای ماست که ما از پدر بانلار و پدر کلان رو یاد گرفتیم یعنی این فرهنگ است یک ادب است یک احترام است اون پاپ هم مردم امریکا میره دست شما چه میکنن این مانای زیره نداره که با پاپ خدایش است یا پیغمبرش است یک احترام است همه اکثر در فرهنگ یا کلچر امریکایی ها در مجالس رسمی میری یک زن دست خود که پیش میکنه اگه ولو یک وزیر بسید لازم میشه دست شما میگیره ماچ میکنن با احترام به زن ولی ما افغان هم باز برای حکس قضیه هستیم باز ما او را به یک تعبیر دیگه میبریم که پس از که اگه مرملا ها مریدی بودیم و بودیم او قصه در کجا مان و این که ما خودم یک فرهنگ خوب داشتیم به بزرگ که کلان های خود احترام داشتیم او را باز بسیار پدر مادر ها از اون مرسو که اولاد ها نمی باز اولادش کلان شد نمیده به تفاوت میه و باز اگه اولاد خراب میشه اینه به صداهایش مکرد خودم که خودم گفت زدن خب ای بچه مای تر شده ای بچه مای دختر مای تر کده ای دختر تر شده و خود خوب براد خیال که همین دختر خوش نداری بدگمان هستی سرش کل کارام هست میگه میخوایم که برای نمیمونی شما که برای به خود رزیک ما آوانا باز چی داریم نیک اگر اولاد برای از خانه یا دخو ما دختر باشه خب خیلی باز میگه دخترش از خانه گریخ وازی بدنام بدنام دنیا هست با او دختر خود در خانم نمیمونه خوش آرام اگه دخترش کتی اگه کار خوندی خود بیرو بره میگه رفت دلنده بازی کردن اگه برای یک سینما بره میگه پیشگی رفته بودی اگه شب خانه یک کس خارخونده خود رو میگه نبا برده کدوم جای بگرم چون ما به اعتماد هستیم سار زیاد چون همونطور کلان شدیم وقتی دختر سرکچی کرد باز که میگه میرم باز روم نمیمانیش باز افغان مثل باز اگه امریکایی باشد که کتی اولاد خود بذاب شد باید بکسش اونجا برش میمونه میگه بچه ام با امان خدای برو خودت رای در زندگی تا پیدا کن باز ما مثل ما ولی بسیار درسوز نیستم ما افغان خود باز نمیتونیم اوصلی همین دوری از اولاد خودم نداریم اگر مادر باشه از گریه که دزار ترک میشه اگر پدر باشه در دل خود میگیره ولی چیز غیرت خود چه ولی همین در پسش برو که اولاد از ما که نشد دیگه ما چی سرش رای بزنم ولی در دل خودم میخوره در دل خود خورده میره ولی از خاطر ازی که کم نبه یعنی ما آدم سست است و ما آدم چی است از او خود بازید صدای خود نمیکشه ولی اگر امریکایی باشه رخصتش میکنه ما این اسمش اولاد نمیدیم که میاد با این بچه مامان داری یاد بگم که پدر یک رفیق ما اسمش نخته میشه بوده که قصه این از آی سکول که تشکل شده بود که پدرش از خانه کشیدیش به چهار جایی نداره اگر اون بیایه یک رفته اینجا باشه که تا باز میره پیش خالی خود در اکشار دیگر ما دون چرا پدرش کشیدیش من این پامان نداره پدرش کشیدیش ما دون خب برو بایه اگه دو شب باشه میده ما اتاقی گسلوم چیزا داریم
من میل پستان دارم گفتم چرا چی گفت شد مادرت کشیدید مادرت چیز نمیدید نو گفتم چی کردی گفت من ما یک موتر بر من خریده بودن من کارم از دست دادم پیمنت شد دادن نتونستم بابی مرا گفتم شروعی ما گفت تا آخر ما را بر کار پیدا کنید که اگه نیتی که باز پیمنت موتر دادن نمیدی و از خانم میکشم من موترم از پیش میگیرم این بر خود کار پیدا نکده بودم آخر ما داد من پیمنت موتر دادن ندارم گفت که نداریم که این موتر از پیش گرفته خودشام رخصت کرده بود برو در وقت کار پیدا کردی سر پیسه شدی باز بیا که ما کپس باز ما شما بانو این کار کدام میتونیم نمیتونیم ما شما باز دل گرده زیر نداریم ما شما باز دل ما میسوزه باز گریان است باز فقان است حتی ما اولاده ما برای درس میگن آرام میشه من این بچه یه دفعه اینجا دفعه اول که می برام در چی خود بر خود اپارتمان یا گرفتن که دفعه پای خود دیگر کرد خدا شاید است که من دفعه از این پیش رو تاق شتیر میشم گلول گلوله میشه که بچه مال چی میخوره که چی میکنه دق نبره که این نبره در حال که ساد شتیر در لبه بر خانه گرفته ساد شتیر نه یک بلاک از ما پیش بیچ دو و ما در اینجور بودای بابا مادرش هم شما زاره هم در میمند میبیند پیش رو تاق ما مرا منصور تیر میشم در قیل زاری میتاق ما خب آدم احساس ما فرق میکنن سیستم زندگی ما فرق داره ولی بسیاری مردم دیگه باز چی نیست رقمی که شما هسته دوستان عزیز کسایی که من چون فیسبوک خودم هم از پیش من بسیار گدبد است من نمیفهم که کی هست کی در فیسبوک هست اسم میفهم نفر هست دوستا هستن ولی من فرستم ریزم صحیح دیده نمیتونم خود فیسبوک ها کامنت ها و چیزا را ولی هر کسی که هستین در فیسبوک هستین از همه شما جان سپاس میکنم گوش کنین برنامه را شیر کنین با دوستا و عزیزایتان ولی که امروز یک کمک چی شده ما معذرت میخوایم بازم از شما دوستا و عزیزا امیدوارستم بتانیم در هفته آینده برنامه را ما سا کوشش دارم که از طریق سکایپ ما به بعد امی پروگرام کلا شدم میرم باید یک چیز دیگه از باید بخرم و او رو میارم درست میکنم انشالله بر هفته دیگه خوش میکنم که از طریق سکایپ بریم سکایپ آسان تر است و خوب تر است ولی ما بعض وسیله یک بس چیزی کم بود داریم ما باید به اون خاطر باید رو درست کنیم انشالله وام درست میشه و که منتها من چون نمیفهم که کیا در فیسبوک هستیم چون من بیننده زیاد دارم در فیسبوک ولی متاسفانه من نمیتونم که کلیگی شما دوستا و عزیزا را کامنتایتان ببینم و امیدوار هستم که شما بزرگا مرا به بزرگواریتان ببخشین ما تقریبا 118 نفر در میان در فیسبوک برنامه رو میبینن لایف ولی من کامنت هایتان رو دیده نمی کنم عزیزایی دارم من دیگه بسیار معذرت می کنم ببخشین که در کجا قرار داریم و شرایط شده او رو نمی فهم ولی امیدوار هستم که شما دوستا و عزیزا کسایی را که میتونیم ببینیم از اینجا قیمی شما را در یک جایی میبینم میرن ساری سب شما را میبینم در یک جایی رو جان شما را میبینم انسان هم غلطیم شد جان حالف الله مومن شما را میتونم ببینم جاوی جان باریزه میبینم کامنت تانه از دیگه را بازیده نمیتونم با در جایی دیگه هستم باز دیگه کامنت هست ایدونو دویاد بر صورت هر جایی که هستیم هستیم گفته مردم که چرا بیدت هم شده به خدا بیتر میفهمم ما یک جایی در فیسبوک هست مثلا اینجا هستم در فیسبوک نام کنم بر صورت در جایی که قرار داریم نه دیده شده که در کجا هستیم باید برم در صفحه فیسبوک خود یک دفعه ببینم که در کجا هستیم در اونجا بس برصورت دوستای عزیز خطیه مردم چیزی که شده دیگه توکل من به خدا شما به خدا پیچیه بر صورت دوستای عزیز در موضوع به اون خاطر یاد کردم که موضوع اولادا را که ما
مشکلات زیاد داریم در بین خانواده های خود و جوان ها اکثریتش یک چیز باید متوجه باشیم که خصوصا اولادایی که باز از سنشان بالاتر میرن یک ذره کلانتر میشن و حساب بس 20 بالا میشن 21 میشن 22 میشن در امریکا یک قانون است که همین سن در اجرک بالا شد و اکثر جوان های ما میفهمن که همه چیز میفهمن میفهمن اما تو نیست نمیفهمن و ما پدرها و مادرها اما در که پیشتر گفتم باید بفهمیم که چقدر حد و حدود ما داریم که در زندگی از یا مداخله کنیم اگه یک اولاد به مثل سال میایه و شما یک چیز را میگن داره مثال میگه من میخوایم به یک کس ازدواج کنم خب ما اوتومات پرسان میگیم که کی میخوای ازدواج کنی؟ بچیم کنم دختر پیدا کنی بچیم کی رو میگیری بچیم خارجی است امریکایی است داخلی است کی است خب رفتیم که می بچه تان برتان گفت نه من یک دختر آلمانی است یا امریکایی است یا بشهی است خواهی تا افغان نیست میخوایم بگیرم و ما چی وظیفه داریم چی باید بخوریم بر اولاد چی بگوییم اولاد خدا به نظر من البته ما خودم هم کار کردیم من اینمه قهر دارم که بر اولاد خود بگوییم که جان پدر نور دیده پدر ما شما افغان هستیم الحمدلله مسلمان هستیم خوب است اگر شما بچه ایمامی ازدواج تا با یک دختر افغان کنی که از خود ما باشه با فرهنگ ما باشه این ایران بسیار به یک زبان نیک و خوب و بدون از این که ما مشکلات خلق کنیم اگر به شرکت برد گفت که پدر ما میفهمم گپتان گوش میکنم ولی ما اینمی دختر از 4 سال یا 5 سال یا 6 سال یا 2 سال آشناستم که تیش ما دوست شدارم رفیقم هست من من ایسی یک مرد وعده کده بودمش که درسم فاکولته ایم کارک شروع کدم من میخوایم که تو ازدواج کنم با او هم پذیرفته یکدی من میخوای ازدواج کنم و من از خود تشکر میکنم پدر ولی من اجازه تا میخوایم که من همین دخترم میخوایم بگیرم این حال باز اگر پدر مادر معقول باشه پدر مادر معقول اگر باشه خب میگه اختیار از خودت هست بچیم زندگی از خودت است یک جوان تعلیم کردی تحصیل خلاص شده یک انتخاب خودت داری که چی باید بکنی هر کسی که میگیری بچین برای ما آرس ما میباشه و تو اولادم هستی و ما برای خوشبختی از خدا میخوایم من چی میتونم برات بکنم اصل آدم معقولی کار میکنه ولی بسیاری افغان ها بازی کار نمیکنن وقتی که بچهش گفت دلایل خدا گفت این بابا باز بدون ازی یا باز مادرها بدون ازی که بسندن این بچه رو میره من از اول تو پدر نظر میفهمیدم تو خود دمو میزنن تو میگین می تو قبول آخره تو می افکار می کنی که ما رو جگر خون کنی به جمع قوم می شرمونی که من دختر کاکای بمونده که دختر مامایی تست که بچه خالی تا کیست که او سور سور چرا نمیگیری چرا نمیگیری گورت یعنی برای 10,000 داستان جور میکنم و او آدم پیش خود چون در اینجا کلان شده تعجب میکنه که چطور می پدر من با همین که میگم من درس خواندیم تعلیم کردیم یک آدمی بودم در افغانستان که اکثر ما افغان هم میگیم ما در خود در وطن از خود عزت داشتیم ما مردم وزن داشتیم گراسی هم داشتیم تو نبودی نداشتیم ولی او وزن خلاص شده اینجا دیگه وزن کار است بیادن اون چیزا رو در افغانستان هرچی بودیم بودیم خلاص شد رفت پیش کلای خود و این بچه پیش خود فکر میکنه که پدر من که ما آمدم من رئیس پدر خود برای زی آمدم و بسیار لطف محترمانه گفتم من اینی میخوام زندگی من آغاز کنم یوازی که برای من تبریکی میداد برای من میگفت مبارک باشه ای آمد همین کل چیز زر و صفر کرده باندنی خود گفت برو تو میفهم یا اولادت میفهم بچه من از من توقع چیز نداشته باشی بچه حال که خودت میخوایی یا امریکایی رو میگیری اون دور میگیری هر کسی که میگیری خودت میفهمی و کارت میفهمم ولی کدی من دیگه من دیگه هیچ بچه مغرد ندارم من خودت میگم برو بچه مال کلان شدی دیگه خودت میگم این یک چیزایی میگه که با جز در دل از او کینه و نفرت که چیزها رو ایجاد کنه من باید خود دورش بسازی و باز مادر خاگ دل سوز باز باز من میخوام باش بچه صدقه سرت شد من کدی مادر بابید گپ نیزم برای که کنه حتی حاصل شد بکنم دیگه اینی یک چیز که حق مسلمش هست که جاده دنیم جهانجال و دعوا و چیزا نیست شما یک دردسر در محیط خانواده تان هم خلق میکنین براتان اولاد تان رو متاثر میسازین و شما فکر میکنین که شما حق مسلم تان است که باید
بچه تان یا دختر تان باکی ازدواج کنه، خود ازی هیچ سرایت ندار، در حالی که نیقش خودت نداری. من ندارم. ما اینه ما کمی دانیم من از یک پدر و مادر برشان نظر بودیم. اگر نظر ما را پذیرفتن خانه پدرشان آباد، اگر نپذیرفتن حق مسلمشان از با هر کسی که ازدواج میکنن. ولی ما اینمی کارا باعث میشه که ما چون سنی زین ما بانمو بخشه های گریه شده که فرهنگی بسیار چیزای غلطی که در افغانستان داشتیم او رو کتی خود در پشت خود انداختیم در امریکا آوردیم و حالا بازواز میکنیم اگران چیز رو میکنیم که بابی مون چی کده بود در افغانستان نانیم مون چی کده خالی مون چی کده بود در افغانستان اگر یک کار جهان میکرد و چایس نداشت رفت انتخاب نداشت او چی میکرد؟ بسیاری خانما اینمی مادرای ما نیم بسیاری خوارای مادگی ما که مثل سال مولدن یا قربانی های پدر و مادرای ما شدن در افغانستان که ازدواج های نادرست و غلط یا کردن ولی صدای خود کشیده نتانستن اکثر افغان ها اون پدر که گفتش بگیر دیگه او دختر تحصیل هم داشته تعلیم هم داشته از طرف صدای خود کشیده نتانستن دیگه چایس هم نداشته اونجا خود افغانستان یک دختر نمیتونست که برای خود یک کاندو بگیره یک اپارتمان بگیره برای خود زندگی کنه پدر خود بگه من خودم ماش دارم پدرش میره تفنگ میگیره نمی ترکش میمون میزدیش که تو نام من بعد که دلونگی من کمر مشکستاندی حتی مردا بچه های ایس جرات نداشتن که از خانه پدر و مادر خود برای بسیار که یک پدر قارم شد آخ میکرد اولاد خود که برو آخ کسی دیگه قواره ایتا در قواره من از نید که بچه می آخ چی تاثیر داشت و چی باید میکرد آق ولی دختر خیلی هیچ حق انتخاب نداشت خانی کاکای خود میره کاکای شدید سری میزیدش پس بود دستایش گرده در گوشه شغالش میکرد که برو تست پس پیش خانی پاپا پیش مادر پدرت برو هر جای رفته نمیتونست یک دختر اگر میره خانی اکر میره خلاص شد من فامیل کشخون میخیست قتل میشد آدم میمون ولی شما خود که اگر واس کنیم ببینید که آله در کجا هسته آله در امریکا یا حق انتخاب دارن هم خانه کرا کده میتونن هم میره کده بای فرند خودم زندگی میکنه چیز کده نمیتونیش هم بگه بچه هاش کده گر فرند خود زندگی میره چیز کده نمیتونیش هر چیزی که گریه که با دست باشا چرد بدندان ما واس کنیم مکسر جوان ها رو دیدیم میبینیم مشکل در خانوادهش عزیز پدر مادر خود فرار کردن ولی پدر مادر بدون اینکه خود متوجه خود شود که اشتباه در کجا من اشتباه رو پدر مادر میکنم علامت اولادم میکنم ما پدر مادر ها چون ما خود عیار نکردیم با سیستم ما خود عقل از حد و اندازه خود زیاد از اولاد خود میخواییم در حالی که نمی اولاد ها حق مسلمشان هست نمی جوان ها درس میخوانن زحمت میکشن تحصیل میکنن حق انتخاب داره هر کسی که در کسی ازدواج میکنه باز بر از او باز بر صد داستان دیگر جور میکنن در اونجا میگه در تلویزیون جادو هم مشکل دان سلام فتیه جان سلام که مشاه جان من فکر میکنم که فشار انترنت در سر تا سر جان ضعیف شده بسیار برنامه را ما در اروپا خراب میبینیم نمیفهمده خب اطلاعات که این واقعیت هم داره چون انترنت شما فکر کنین کل دنیا بیکار است همینه کل دنیا در خانه های خود است و کل مردم از انترنت استفاده میکنن اگه کار هم میکنن اگه کار هم نمیکنن در انترنت مصروف هستن اینو فکر کنین چقدر ترافیک ازدحام است سر انترنت و باید هم خراب شود کی فکر میکرد که کل دنیا استاد میشه فتیه جان ای بسیار امکاناتش میره در اینجا بسیار مشکلات داریم ما خودمون برم جان هم گفته که در جادو هم مشکل داریم برنامه در تلویزیون درست است در نه در فیسبوک در فیسبوک مشکل داریم دلم جان درست است صدا دلم جان سامو جان هم میگه صدا درست است دیموشا جان سلام میفرستم ایت سر آل باشی اما چو جان صدیقی دامات خالی دختر خالی شبر دختر خالی عزیزم لیلا جان به شما هم سلام احترام برسه امیدوارستم که
هم میتونم در آلمان ساعت باشین و چه جانه گول استرف ما با فامیل و هم اگی سلام و احترامات برسان خداون همه شما را در پناه خود داشته باشه و از هر نمایست تمام افغانمون در گوشه و کنار دنیا هستین لبز پناه خدا باشین. خوش هستم که شما را هم چه جان در میبینم که در فیسبوک هستین و من چون گفتم روز موضوع کمک گدود است من بعضی دوستان در اکس صفحه فیسبوک میبینم و شفیق جان در یک اکس صدا و تصویر درست است باز من یه جان صدا درست است در اکس صفحه دیگر میبینم در صفحه دیگر میبینم بعضی دوستان دیگر هم میبینم اگر من خود مام نمیدونم که من در کجا صحیح هستم بقادر از این باز ممکن در وجه دیگر انشاءالله تکرار برنامه را هم در فیسبوک انشاءالله براتون نشر میکنیم با او خاطر بس میایم سر اصل موضوع ما که با او خاطر چون در اینجا اولادا حق انتخاب دارن اینجا میتونن برای خود زندگی کنن خواهی ما اولاد اگر جگر خون ساختی اگر اونجا آن متاثر شد و حق میخوای کس را بگیره خب باز میره دیگه او را میگیره بخاطر از این که حتی رست که با میفهم ما دیگه سینما زیاد شده خود یک چهار سفای دیگه زنده است میموره او که دیگه که خوش داره و میخوای کل زندگی خود دیگه زمو کنه او از خاطر خودت که ما او تو که چهار سفای زنده است نمیخوای که دیگه کسی ازدواج کنه که ایش خوش نداشته باشه که باش پدر مادر ما خوش هوا یعنی این بسار هم وقت است که ما در اولاد خود یک توقع رو داشته باشیم ما بچه میگه در دختر امریکایی روسی کرده روسی هم نکدن کلان ما واسه اگه کام دارم نگاه دارم ما ولن که چیز چیز گفته باشم ما دوحق انتخاب است دوز ما برش نظر خود دادم که میخواد اگه میخواد میشه که جمعی کن دختر افغان میگیر بچه خوب بود برای ما نقیل از این که هر کس خوشه سی خوش بار کدوم دختر چند سال دوست دخترش رفیقش بود که خوش است آرام است که چه دختر خوب هم است من برای ما نواسه که نازنین رو ما آوردن ساعت ما که نواسه ما تیر است من نواسه هم باشه زار طرف هم میشه خدا شاید است من اگان دارم گرچه که ما زندگی نمی کنم ولی میارن در زیاد اینجا میارن چون خودشان هم بیکار هستن میارن شبکیه بودن اکثر وقتا میارن باید من نواسه رو نگاه می کنم جا به جان بارزه میشه که به نظرم از برنامه امشب دست بشویم اگر نه برنامه خود رسم باید برنامه رو تیر کنم برنامه دست جو ثبت میشن و باید برنامه ما باشه اگر این برنامه از طریق فیسبوک یا چیزا خراب باشه ولی برنامه از برای تکرار برنامه ما برای وقت ما دوباره باز مفته و همه چیز درست اصلا منظم مفته شما میتونید مثلا امروز ساعت 5 بجه یا 5 بجه 6 بجه 5 بجه 5 یا 6 است با تکرار برنامه میفته که ممکن منظم باشه و مثل روز یک شنبه که تکرار برنامه می باشه و کوشش میکنیم که در فیسبوک بازم بندازیم ولی من راست میگم خودم خوش نیستم از طریق فیسبوک من بیایم در تلویزیون من خوش دارم از طریق سکایپ بیایم و ما دیروز شما قبول میکنین نمیکنین دیروز 6 ساعت ما کار میکنیم نه تنها در اینجا بلکه در استدیو فرید جان او از اینجا ما را کنترل میکرد نور جان از استدیو خود کنترل میکرد ما از اینجا کنترل میکنیم و هر نوع تلاش کردیم نمیتونستیم ساوند رو روان کنیم به استدیو یا در سکایپ یکی خود سکایپ است که در لپتاپ هست من از طریق لپتاپ میتونم در سکایپ برم یکی وقتی سیستم نوره که ما داریم این بسیار کامپلیکیت است بسیار پیچیده است در کدام جایی کدام چیز مس میکنیم و چیز از پیش شما مس میشن بله بفرمایید تلویزیون زرین شما رو لین هستیم تیموشا جان سر سلام و احترام تقدیم است من هم سلام و احترام خدمت شما دارم سر چطور هستی سر من متوجه شدم سر به علت از اینکه کسی تلفن نمی کنه هیچ همونجا شماره تلفن معلوم نمیشه سر بابا من متاب بچه من نور جان باید رو ببینم که چرا انداختم من خود ما چون امروز بله خواهش میکنم موضوعات شما بسیار جالب است خوب است سریع هر گوشه یک ذره تفصیلات کدیم و خانواده های اقوان هم که هستن اینجا کسی انتخاب خود داره ولی بیشتر خانواده ها باید پافشاری بکنن سر اولادای خود که دست تعلیمی که بسیار زمینه های خوب در این ممالک مساعد است برای شان نمونه سر تا آخر برسانن و بسیار فرصت های خوب است باید استفاده شود سر برای آینده شان خوب است برای امو روش زندگی و آرمان هایی که داره سر به او رسیدگی کده میتونه
بله این این از یک باز که هر کس گرفت و یکو اخی انتخاب و زندگی از خودشان است که او را باید پدر و مادر زیاد چی نکنه تاکید نکنه در او دیگه ای که خوب یکو مسئله خانوادگی شد و برای افغان ها هم صاحب همی جوان ها در اینجا باید اینا هم صاحب موقعین خود ایتیاری هایی داشته باشم که بتونن برای افغانستان چطور کمک بکنن در این قسمت هم صاحب باید بسیار زیاد تذکر و تاکید شد باشه برشان و در قسمت نور جان زنگ زن در قسمت امی چی از شما یک سوال میکنم خب ما هم دلائل باشم که اگر ما بتوانیم صد کنم تفسیری ما هم باشم اگر وقت داره خواهش میکنم در این قسمت امی مریضی کرونا شما چی فکر میکنم که امی آینده جهان و امی آینده چطور میشه ای کم میشه ای مثلا زیادتر میشه ای چطور هست و چطور زندگی چطور ادامه پیدا کنه به این شکل که تمام جا بستست و تجارت جهان اگر نمره تلیفون کارتو برهم شده و بکل دیر گرفتار عزیز هستن سب که چطور بتانه مجادله بکنه که از این منجلاب خود بیرون بکشه و برای باینده که اصلا نامعلوم است شما چی فکر میکنه؟ من والا نیستم بطر است که اول خود من این رو چون من مسلکم نیست و دکتر سیبا هست ولی نظر شخصی خود من تا جایی که اخبار میبینم من در حب صلاحیت نیستم که من سر زی کرونا از نگاه علمی صحبت کنم و منطقا رئیس یک فرد در جامعه دارم و چیز را که در تلویزیون ها میبینیم و صحبت های دکتر سیبا و کسایی که صاحب نظر هستین از اونا را میبینیم و اینا خب همین کرونا دو حالت است که دال همین بعض ها میگن که خب یک وایرس است باقی بعضی هم میگه وایرس است که ساخته خود بشر است که خود بشر رو درست کرد و حال در عذابش مونده که البته چاینا رو بلیم میکنن برای کار ولی ای که تا حال در سالت یک چیزی نیست که بفهمن که این کرونا چی است میفهمن نه نه خیلی در تلیفون خیلی وقت فای هست پیشتان تیر میشن نه باش کنم اتفاید تیر شد کنم که جایی ما دوتا هم هست خواه خیر خواه خیر باش من تا یک چیز سال نیست که آدم تا میال کار میشه و تا میگن که پارتی از فلو است و کرونا در سابق هم بوده یه طور نبوده که چیز نو است و همین کرونا با یک تغییر شکل دوباره آمده به یک شدت و به یک سرعت بسیار قوی چون خود این تغییر شکلی که داده وایرس که می کرونا میگن که تاجک ها داره که اصلا کرونا هم تاجه میگن که دکتر سبوری هم سرزی صحبت هایی داشتن کرون میگن بله. کرون گرفتن بله. دیگه از او خاطر تامیال در اینجا یعنی اینطور یک چیزیست که جلوگیریش نتونستن بکنن به تاهل کدام وایرسی هم برای واکسینی هم نیست خب بعض نظریات هست که باید این دوای فلانی که برای توبرکلوز بود اگه خورده شده این مفید واقع شده ولی یک چیز سالت پروف نیست که FDA تاور تایید کرده باشه و مارکتینگ شده باشه ولی نظریات هست و هر کس یک نظر خودم میده ولی من خودم شخصا خودم برداشتم این است که ما به این آسانی از این جنجال خلاص نمیشیم یعنی این طور کار ساده ای نیست که ما فکر کنیم که برود شاید یک دو هفته بعد جنجال خلاص شود این با این سادگی البته نظر ما از خدا نکنه که تو باشه ولی به نظر ما چیزی نیست که ما با بسیار سادگی از این خواهر خلاص شود کاملا صحیح میگن همین اقتصاد و تجارت جهان که در هم و برهم شده سید تمام مالک سرمایه‌داری که اصلا با قدرت اقتصادی اونا استوار بودن اونا اصلا کلپس کردن یک در چی شدن از بین درسته تمام مناسبات تجارتی ساکت شده بیشه و این بسیار یک ضربه بسیار بزرگ است برای جهان که چطور میتونن سر پس از این منجلاب خود بکشه سر پای خود استاد شد آله کرونا که اصلا که بازی میگم که
بشر نباشد خود بشر هم صاحب ساخت خداست بله خلقت خداست هر چیزی که با وجود ما ما میبینیم صاحب در یک قدرت خداوند است بله ما به این معتقد آره که این ساخته بشر است که چاینا کده و این دفاع ما نمیخوایم به این دفاع بکنم از چاینا چاینا وقتی که یک ادعا میشه بله باید سپورتش هم داشته باشه ادعا بله. که میشه بله باید یک سپورت باشه اونجا آره چاینا چرا این کار میکنه به تجارت خودش تمام بازارهای جهان تحت تصرف چاینا بود یا نه بله بله مال روان میکرد یا نه بله خب او رو چرا مثلا این کار بکنه کلش اصلا استارت کنه و مردم دنیا را به کلی متنفر بسازه که باز طرف چاینا سعی نم نکنم این کار چاینا نمی کنم خب نه این را خواسته نه خواهی نه فایده نه هیچ فایده نه نه او گفتم گفتم درست هست من تا فکر میکنم من فکر نمیکنم بسیاری همی فکر میکنم البته از تبصرهای رکانم در تلویزیون های امریکای هم میشنم ولی از عاقبت ازی وایروس یا نمیفهمیدن که چه صدمه میرسانن این نمیتونستن بفهمن که صدمه ازی چه قدر است وقتی که امو دکتری که برای اولین دفعه پیشنهاد کرد کمی که موضوع کرونا را یاد کرد که کنم این بسیار خطرناک هست دیگه است امو دکتر زنده و مردش گم کردن بخی کشتنش از بین بودنش آره من او جوابم برای شما میگم که اینمی قسمت کرد منطقی نیست این تحلیل که مردم میکنن که او دکتر کشتنش تو نیست این ویروس از طرف یک ابر قدرت دیدی که در یک جنزوا قرار داره فعلا سر که ما شواهد ندارم که حتما اون کار اونا کردن ولی اونا کردن توسط ایرانیا یعنی روسیه توسط ایرانیا این کار کردن سر که اگر ما این کار بکنیم پاسپورت های ما را باز چک میکنن سر که ما تاکید میکنیم نه اینا رفتن در اونجا چه کردن پخش کردن و وقتی که این دکترها سر از اون مریضی که مصاب شدن به این مریضی اونمو خونی از اینا را که در لابراتوار معاینه می کردن سر اونمو دکتر ابلاغ کرد که یک ویروس است که ناشناخته است و واکسین از این موجود نیست بسیار خطرناک است اینا دولت چاینا برای گفت که شد اب خبر شد که تمام تجارت ما در هم و بر هم میشه استاد میشه مردم باز مار ما را نمیخره گوش کنی که کار نکنی شروع کردن سر به محو کردن و نابود کردن عزیز و تیر پاک کنن و از میان بردارن که اگر شو ها این کن دو وقت سر این چاینا این فعالیت خود میکردن و تجارت دنیا را هم سر ادامه داده بود تمام تجارهای دنیا آمدن به چین و مال بردن به مالک خود سه این ویروس خود به خود تخش شد به تمام جهان سه بله و این ویروس و واکسینش در روسیه فعلا موجود است و خود پوتین که میگه سه که ما اصلا یه اموی اقدام بسیار خوبی که برای قرنطین است ما خوب تدبیر گرفتیم که 5 دانه شیره در مسکو اعلان دادم و ادعام میکنه همون کارل مارکس یه وقت که میکنه که ممالک سرمایه داری یه وقت از پن میره و چطور از او ادعام میکنه و اختارم میده برای امریکا شد که شما باید با ایران دیگه همه سنکشن اقتصادی رو سر بند کنین میگه پا ایران هم کسی کرد کده و با ایران هم گفته که بعد از اینکه امریکا از افغانستان خلاص شد سر شما حمله میکنه و در اولین قدم در تهران 500,000 نفر میکشن حالی که اگر اینا شما مصاف شوین سر شاید 100,000 نفر بکشه و این 100,000 نفر تو بازم 400,000 نفر دیگه بکشن و رژیم شما هم سیف میشن واکسین هم اگر میشه بر شما میده و دیگر مردم نتیم که باید ما رسوا میشه واکسینش در روسیه کدام کیس میشنه اگر کسی از تاجیکستان و ازبکستان اونجا برای افایه با باز جا رفته باشه یک داره پخش کرده باشه واو اگر نه نه آنه ما یک تصور ماست یک تحلیل ماست ولی ایویدنس ما ندارم جهانم سر بعض ممالک سر
خب بعد است تفسیرات زیاد است که سه پتر است هر کس هم نظر خود داره یا هم صحبت هایی که در تلویزیون هر کس میبینن ولی تا یک سال تا یک چیزی نیست انشاءالله ما کوشش میکنم در می هفته این دقیقه بتانم دکتر سه اوریا را یا دکتر سه باوری را نار یک شان تکلیفتون بین که زیرا بازم صحبت کنن که مو مغز ما یک زیرا دیگه هم چی شد سهی شد بفهمیم که چی کسی دکتر سه باوری خوبی سار یک شخصی که سا نو از نظر تمامت موضوع رو بررسی میکنم بله ما با که چون داکتر نیستیم ما از طریق سیاست های جهانی که چطور بزن سر که حریفا را سر قطما بزنم سر خود سر در آینده باید سر که ابر قدرت تظاهر بتنم اقتصاد اجنا را در همو برهم خب ما هدفی است که نیم شان تشکر از شما بسیار زیاد تشکر از تلفن تا مثال لطف کردیم سان نظریات خواهش میکنم خدا کنه که خسته نشده نه خواهش میکنم شما بزرگ آوانه خدا با امرایتان دو خدا بسا عزیز کسایی که چی میکنی میدانید در تلفن اونجا نمرا را مانده ایم نمرای خود دیگر 951-600-2506-25-06 باید زنگید زنگید به اون خاطر است که موضوع کرونا هر کس نظریات خود داره ولی تبصره ها هست و افغانهای ما هر کس هم تبصره خود هم میکنن چرا نیه حق مسلمی هر افغان ماستن نظریات از هر کس فرق میکنه ولی این که چی میشه تو بیان است گفته امریکای ها ما هم نمیفهمم شاید بسیاری های دیگه هم نفهمه که چی میگذره ولی هرچی که باشه انشالله تشکر از نور جانم حالده جان از شما هم تشکر که بینیدی برنامه هستین Thank you so much و لالای عزیزی من جان هم سلام برسه و اولادای نازمی خدا کنه همه در پناه خدا باشین و بر صورت دوست عزیز من کوشش میکنم که در هفته آینده اگر شما من یکی از بزرگارم روی لین بیارم حتما تا اون وده اسکایپ هم درست میشه و چون در این هفته که اگر گفتم چی هست سر انترنت تو بیرو بار هست که را کنم میکنم در نماز جمعه ایرات تو بیرو بار بوده باشه با او خاطر من تا معذرت میخوایم البته از که از آلمان شما که زنگ میزنین دوست عزیز میتونین در نمره کال می تو پرده تلویزیون ماندن که بچه شما امور دارین ندارین با اون نمره می تنین زنگ بزنین 691-600-2506 استادیوز دو می تنین شما برای ما زنگ بزنین و کسایی که من آره نماده بود یک کمه که یکت بدیای ما زیاد بود روز به حساب چینی خود مشکلات تکنیکی است و ترد بیزی است دنی میخوانی خود ما دنی چهار نفر است یا من سه نفر است مارجان در انترنت خود که کار خود است در لپتاپ خود منصور جان در هم در لپتاپ خود مصروف است در کار خود ما اینجا در چند تا انترنت بسته هستیم در یک یا می در لپتاپ است که در لپتاپ در بو یک جنجال کار است که کمره بند است که این بند است در حالا میخوانه خود ما بسیار بیرو بار است بایی که در استدیو ها چی حال است مشکلات است خدای کرونا را گم کنه که همه ما بیغم شدیم که بسیار یک جنجال کلام شده برای کل مردم و امیدوار هستم که کمک که ما شما را خدا حوصله بده که با این مرض کشنده حوصله داشته باشیم و احتیاط جان خدا کنیم گفته مردم ماه مبارک رمضان است من نمی امکان نان چیزا بخورین در مواده افطار نان صحیح بخورین میوه و ترکاری بخورین ویتامین سی زیاد بخورین کل تان چیزا را میفهمین کسایی که روزه میگیره خودشان میفهمه و کارشان میفهمه هر کس میگه دین دینگه که آخرتش و هر کس جوابگوی خود است ولی ما پیشتر رئیس چی کردن که همین مرض کرونا را ترس ما مسلمان هستیم عقیده اسلامی داریم و خدای خود به روز آخرت ایمان داریم میفهمیم که هر چیز به اراده الله است چیزی که خداوند بخواد همون کار میشه و این که امراض میایه سیلاب میایه زلزله میشه آتش سوزی میشه این امکانات هر چیز در کره زمین هست چون همین طبیعت خداوند تشریح کرده که پر از نمی جنجال ها می باشه ولی این حوادث نمی دانیم که هر کار ما که
اگه وقتی سیل میاد یک جایی میمینه می خدا سر از یا قارش رو داورت کل از ایران سیل لند در امریکا آتش سوزی شد و اینه متاسه که اینجا فساد بود یا خداوند نوله میخواه کلشان رو آتش بسوزانند و به میشه که در نقطه دنیا هم سر کشورهای اسلامی آمدن هم نمی پاکستان هندوستان هم به مملکت های بنگلادش چه قسم سیلاب آمد چه قسم مسلمان کشته شد این خود طبیعت هست عقاید مذهبی ما درست است ما میفهم که در کار اراده خدا رفته این شما یکی قدر بازده این موضوعات حساس هستین خیلی بین نگیرم قبول کنیم که نمیم طالب هم که میکشه اراده خدا رفته این که دایش هم کشته میره این اراده خدا رفته دیگه نه دایش دو بزنین نه دیگه کنین خدا رو محکم بگیرین خیلی نمی ها محکم بگیرین خیلی اراده خداست که کشته میره دیگه اگر نید طالب چی گوی خدا هر چیز اراده خداست دایش هم قتل عام میکنه سنگسار هم که میکنه خدا یک زن میگیرن و میگن روز یک افغان در پروگرام صحبت میکرد آدم سنگین بود صحبت های بسیار خوب داشت ولی تایید میکرد سنگسار زن میگفت شریعت است اسلام حکم کرده ایره شریعت به جای شوهر یک زن وقتی که میگه به شوهر خیانت آدم صحبت میکرد یک زن وقتی که به شوهر خود خیانت میکنه او شوش دیگه در میگیره میسوزنه با ایدی را سنگسار کنن سنگسار چیز که کوهای سنگ سرش بردن در حالی که تو فکر کردی چقدر سخت گرفتن وقتی که میگن یک زن یا کار ناجایز میکنن باید چهار شاهد چهار نفر به چشم خود دیده باشه که نمی زن این کار کده شما الان تو فایده کنین که یک کس بد اخلاق باشه میره چهار نفر بالای سر خود استاده میکنه که کار کنه و میخواد یک سخت گرفتن و این شرایط ببین حقوق زن چی شد این وقتی که ما با این در عقاید باشیم وقتی که خود ما گفتم خدایی که میگه میگه انسان نکش در قرآن میگه اگه انسان تو کشتی به ایمان کل جهان کشتی آیا اراده خدا به می رفت که طالب بیا یک انتحاری کنه طفل و اشتوک کل رو پرانده شد بپرانه باز وقت میگم که الله اکبر نره تکبیر یا دایش تانچه رو میمان دم 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 زده میره مسلمان او هرگز گیر شامد میکشه یا مراده خدا رفته دهی خدا مگم نگفته برای ما شما قتل نکنین وقتی قتل کردی ای چرا برای ما گفته که یعنی قتل مرگ و زندگی انسان با دست الله است خداوند ما را هست میکنه و نیست میکنه در زمان معین در وقت معینی که برای ما خداوند تعیین کرده اگر پیش از اینکه خدا ما را بکشه مرگ ما را نفس ما را بگیره یک آدم جانی تروریست آدم کش بیاید از پیشانی متفنگچه را بانه مرا بزنه ای در کار خدا مداخله کرده و مو خاطرم خداوند او را در تحترین دوزخ مندازه که تو صلاحیت مرا که کار ما بود که ما برای تو گفته بودم که نکوی کار تو نیست تو گرفتی یه آدم را کشتی رضای خدا در اون نبود که من در اون آدم بمرم و خداوند برای من یک وقت دیگر تعیین کرده بود ولی یک آدم جانی، یک آدم قاتل، یک آدم مشرک مامد زندگی مرا از یک کس دیگر گرفت پیش از اینکه خداوند که برای ما تعیین کرده که من در چی وقت باید فوت کنم روح که من بگیرم پروردگار عالم او را یک آدم دیگه صلاحیت کار خدا را به دست خود گرفته و این می پستا و جنایتکارا و قاتلین و دزدها و رهزنا که اسلام هم هستن بیشوهایشان رو میبینه این قدر دراز است و این امی ها که میکشن انسان ها شما فکر میکنین که اینا اول مسلمان هستن به اساس قرآن نیستن به اساس قرآن نیستن بخاطر از این که یا خودت در موقف الله قرار میتن کاره که مربوط خداست یا اجرایش میکنن بازی ها ادعا از این دارن که ما شریعت اسلام رو میاریم کدام شریعت میاریم چی رو میاریم چی میخوایی بکنی؟ تو میبین من این یک آدم اجازه میدی که یک آدم کلیسا در شام شد در افغانستان اما یک مردم اهل اونود ما بود شما فرایی پن کاس آدن خانایش رو چور کردین زندگی هایشان نگرفتین نه در امسالشان رفتین انتحاری کردین قد دامشان کردین ما چند صد هزار اهل اونود داشتیم در افغانستان ما شریفترین مردم اهل اونود یا خواستگیری که مرسا نگریخته بودن یا کلش از گیر شما مسلمان ها گریختن شما باعث فرار از یا شدید شما میگوید که آمدید به نام الله اکبر مجاهدین در کابل کارت پروان که مرکز از این برادرهای الانود خانهایشون رو چور کردید به زور گرفتین تا میاله
شما غیر خود دیگه هیچ کس نمیپذیرین. شما خداوند که سر شما یال آورده، خداوند که غضب آورده، اینه به خاطر ما مسلمان ها شاید آورده باشه، به خاطر که ما مسلمان ها در گمراهی دوان هستیم، در قتل، در دزدی، در چور، چپاول، ریب، هر چیزی که نام بگیرید در شریعت که فجایعی باشه، هر فجایعی که در ذهنت میگرده در کشورهای اسلامی قابل تطبیق است. کلش در کشورهای اسلامی قابل تطبیق است. ولی ما باز ادعای زیر داریم که خداوند این دنیا را بروی ما مسلمان ها پیدا کرد. این دیگه انسان ها را خدا ناقی ناقی هست کرد دیگه که برین به شما بمشید شما هم 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 مقصد دستی و هستی و هستی هستن و خدا از خاطر این همی چنم سوزا و همی زردا و همی کسایی که شما میگین کافر هستن و خدا که یا نمی بودن حال کل ما شما در دنوزم در سنگ میشه سنگ میشه کسانه در قصد قرون سنگ می بودیم اونم در سنگ میشه کسانه در کوها می بودیم در جنگل می بودیم کدام کشور اسلام میرون شما چی ساخته؟ چی جور کرده؟ یک وقت اسلام در شد اوج عظمت پیشرفت و ترقی خود بود که خود ما مسلمان هایی رو گرفتیم چرچپی رفت که طلاق دنش که نه رای دین بیاد در سنت رای دین نماز قرآن دیگه مردمه که گیر پیلی سر شد ببر اونه بود درست که تعال این مردم مانده ما تعلیم یافته ما رو ببین در اروپا و امریکا من تعجب میکنم که در امریکا در اروپا یا زندگی میکنن حتی در خود افغانستان یا هم قدر طالب صفت و داعش صفت هستن که خدا شاید خودم داعش و طالب هم میرخم نباشن یا چیزی میگن من هر کس نظر خدا داره ما مردم اینقدر دور از دانشمندا مردم آگاه و فامیلی ما مسلمان ها اکثریتش آنقدر جاهل هستیم انقدر جاهل هستیم که حتی تصورش را نمیتونه اینمی امریکا 80,000 عسکرش در عربستان سعودی است 80,000 عسکرش در دبی است در قطر است در کویت است نمی هر کشورهای اسلامی که بگیرید در هر جایش است در پاکستان است در هر جای بگیرید خود ای کوریا و ژاپن و ایتالیا و اروپا و یا کسی آخ موضوعی وقت مردم های هوشیار هستن یا خدا کلا داده یا از امریکای ها استفاده ای از امیر میکنن عسکرش میبره بیرو سودا میخرن مارکت هایشان باز تجارت دارن پیسه میگیرن ولی ما مسلمان ها رو چه قسمی آخر ساختن عربستان فکر میکنین چقدر پول بگیر از پیش عربستان امریکا که اشاد از عسکرش در اونجا هست چستین چقدر پیسه ای میبرن و چقدر سالانه همین پیسه حج شما رو که شما مسلمان ها میرین برای هم جمجا چقدر پسی پیسر امریکا دیش به نام از اینکه سلاح بکنه فروشه سرش ازش میگیره و اینه با تشویه خواهی دیگه کوئیت ببین دوبای ببین امارات دیگه شه ببین دیگه شه ببین و اینه می امریکای ها در افغانستان آمد اگه اینه می طالبان و اگه اینه می طالب و اینه می کسایی که پیدا شدن که ما جنگ میکنیم و برای آزادی جنگ میکنیم و آمد مملکت اشغال شده و اگر میان جنگ نمیکرد عالی مملکت خدا شاید است مثل دوبای ما رو درست هم میشد و مردم شما را میشد فابریکا هم درست میشد دنیا میامد در افغانستان سرمایه گذاری میکرد فابریک های خودم میامدن یعنی قدر سرمایه در افغانستان میامد کل ذخایر پول و پیسام در افغانستان از هر طرف سرازیر میشد کل مردم آرام میشد ولی ما نه ما این کله را خدا ما را ندادن ما زندگی برای 1400 سال پیش میخوایم ما کل ما در تلاش هستیم که قسم آدم بکشیم که باید بریم در جنت قتل کنیم باید بریم در جنت چور و چپاول کنیم که در این زندگی کنیم ما که وقت مسلمان ها رو میگم بازی بعضی از این تنگک ها هستن یا باز در پروگرام های اسلامی میریم باز با گفای مردگر رو خیلی تعبیر میدم باز با میرم که تیمشو حسن اسلام دم میزد اسلام بد میگم من اسلام بد نمیگم من شما مسلمان های غدار دوست دادم کش دو میزنم بد میگم دو دانم نمیزنم او دفعه دوگاه هم گفتم من از امید انسان ها بدی میگه باز میره در یک پروگرام دیگه باز میگه که گپ تارا بغلط اولی مسلم امید فکر که میره از اسلام دفاع میکنه ولی دروغ میگه از اسلام دفاع میکنه ولی دروغ میگه
راست نمیگن. بازمان دیگه ما این بارک رمضان و بدبخت دهانت که بستک کدی، چشمت بستک کو، زبانت نگاه کو، هر کار نادرست دیگه نکو. دیگه ما این بارک رمضان میرون آدم میکشن. خدا سید سرات تجاوز جنسی سر شکر، سر طفل، سر فکر کو در کی کرده این کار که در جای برو که طفلک های خورده که تبر بیه قطع قطع کن. دختر میره در مدرسه برای قرآن خواندن تو بیه کسی لباتت کو بیچاره میمونه از دختر. یک بادم رو پیدا نمیشه کمی یک مولا رو کش کنه یک دفعه. کلش قصهش گم میشه. با خاطر از این که نمی کل نمی کسایی که هستن یا هر کدام از این هر جنایتی که کنه برختان هر جنایتی که برختان کنه یا مجازات نمیشه به خاطر از این که یا کلشون یک مفکوره دارن که اگه کدیش میگی به ضد اسلام هست و صد رقم تو را بدنام عالم دنیا میسازن دینیم یه امریکا و اروپا همی کسایی که بعضا هستن یکیش بیبی که توی یک کار غلط هم میکنه شما دینین از زبان یکیش که یکیش توین کده باشن یا آمده باشه ردش کده باشن ولو هر چطیاتو که بگوین یا که دیگه خود دفاع میکنن ولو خوب میفهم که دروغ میگه غلط میگه ولی غرضش نمیگیره ولی تو را غرض میگیره مرا غرض میگیره او را غرض میگیره ای را غرض میگیره و ای کسی دیگه هم اگه بیایی که راجعی به اسلام و خدا و قرآن که علمیتش و فهمش داره که من ندارم ولی به حد و اندازه خودم میفهمم خوب و بد ازم جدا کرده میدانم common sense دارم وقت متعالی خودم کدیم ولی بعضی کسای دیگه است که ملا نیست علمی تحقیقات کردن سر قرآن، سر سنت، سر حدیث، سر هر چیز سا وارد هستن اینمی آقای وسیق اینمی وسیق قد وقت یک وقتای وقت اینمی امامت میکرد ریش میشام نداشت امام ما اینمی آقای وسیق بود در لاس آنجلس اینمی نماز جمعه رو میداد سر مرده و زنده ما اینمی میامد گم میزد وقتی که بازار تجارت ملاحات چسبید و این سیستما و تکنولوژی پیش رفت و پروگرام ها گرفته شون همین واسق اینه که به اساس قرآن گفت میزنن و هیچ وقت نگفته که من پیغمبر خدا را قبول ندارم و هیچ وقت نگفته که من سنت پیغمبر را قبول ندارم و هیچ وقت نگفته که من حدیث پیغمبره چیزش که مطابقت با قرآن داره قبول دارم ویش که نداره گپ خود پیغمبر است غول خود رسول مقبول صلی الله علیه وسلم گفته که چیز را که از من مشنوین اگه با قرآن مطابقت نداشت و از من نیست رو به دیوال بزنید ولی یا برای چیزهایی نشته جور کدن شما فکر میکنین یک زن یا یک مرد می قصه هم بستد بودن خدا کوان پیغمبر خدا باشه برای که یک کسی میکنن بازو بیایی بگوی پیغمبر برای من این تو قصر کرد که من دیگه زن خودتون میکنن یعنی تو که یک آدم حدیثی میکنی کارا شما روی لعنه سر میره بانی کنه سلام علیکم که مشاجه سلام علیکم چطور هستین سیب گل ساعت شما خوب است جان شما جور بسو چطور هستین نمرای مجبور ساختی که من زنی دیگه بگش خواهید چه خواهید تشکر کنم بسار یک برنامه ساز بسار خوب استی زنده بود گویدی بسار خوب استی تشکر کنم بسار عبادم شریف و مهربان و در این خواهیش میکنم مانندنی میگه نیست که در بینمی تیلیزیون ها اگر انتخاب نمی با خود در بحیث رئیس عمومی همین برنامه سازای تیلیزیون های امانی بسازم بخاطر این خود بسار آدم شریف هستی آدم روشن فکر هستی آدم فامیل هستی از فامیل روشن فکر هستی زنده باشه خواهیش میکنم خواهیش میکنم و همه به موی پرمانان میزنی من میشه سر صحبت افتخار میکنم تشکر از آیسه بود زنده خواهش تشکر از آیسه بود بسیار زیاد تشکر تشکر از آیسه بزرگوار بسیار لطف کردیم خدا هم بمزایی تماشا بسیار محبت کردیم از آیسه بگل از محبت تانی یک دنیا تشکر خود شما یک شخصیت محترم هستین از خانواده بسیار محترم و بزرگوار هستین برای ما عزیز هستین همیشه لطف داشتین همیشه مهربان بودین ما با تمام برنامه سازها احترام دارم همیشه زحمات خودم میکشن تلاش میکنن ولی
خدا یعنی من تمام برنامه سازایی که برنامه دارن ما با همشون احترام دارم، همشون از مره برادر و خواهر من هستن، دوستشون دارم، هر کس به استایل خود برنامه خود پیش میبره و در راه خود موفق هستن همگی. حسین سوهیل جان که نو یک تلویزیون درست کرده به سلام خدا، تلویزیون موفق است سوهیل تی وی و مثال شخصیت های خوب را دعوت میکنن در برنامه خود میمان میکنن و من ازشون قدردانی میکنم که انشالله مثال به زودی یک تلویزیون مثال خوب خواهد بود، موفق خواهد بودن، یک جوان مثال خوب است، از من هم یک دفعه دعوت کرده بودن و مده تمام برنامه سازایی که در تلویزیون هستن برای ما قابل قدر است و تلویزیون ها زحمت میکشن، کلگی هر کس زحمت خود میکشه، تلویزیون مثال زحمت داره، جنجال داره، ولی خداوند کل افغانه را در پناه خود داشته باشه، برنامه سازا را همه گیره. من به شما احترام دارم و شما بیننده عزیزم که برنامه را میبینید و شما هم احترام دارم و دوستا و عزیزا، ولی موضوع برنامه امروز چون بعضی مشکلات تکنیکی بود، ولی موضوعات را که البته پیشتر سر موضوع کرونا گفتن که خداوند خواست خدا باشد تو شک نیست، خداوند خواستش خودم، خداوند حاکم و صلاحیت هام و تام ما را داره، ما تسلیم به الله خود هستیم، خداوند ما را واسه حق لم داده و خداوند بر ما گفته که جان نگاه کردن فرض است، ولی ما به این عقیده هستم که خدایی که ما را از روی خود هست کرد، ما را خودش ساخت و روی خود به ما دمید و ما را زنده ساخت و با تمام ملائک خود ازش خواست که به این انسان شما سر سجده بگذارید. این وقتی که خداوند از عشق خود و از روی خود ما را هست کرده و با این که آگاه و داناست میفهمه که انسان از خطا خالی نیست، انسان اشتباهات میکنه که در شروع آدم هوا هم اشتباه را کردن و الله پاک میفهمید به مخاطر ادیان مختلف و کتاب های مختلف را خداوند روان کرد و وقت و زمان مختلف برای راهنمایی ما انسان ها روان کرد که چی باید بکنیم، طریق زندگی ما را آموخت و ما رایش و راه ما به اساس قرآن است و قرآن از ما بسیار چیز کلان نخواسته، میگه دروغ نگو، جنایت نکو، زنا نکو، حق مردم نخو، در کارهای نیک با هم مسابقه کنین و خداوند میگه که من آخرت از شما از رفتار و کردارتان من سوال میکنم، نمیگم که تو چرا چقدر روزه گرفتی چقدر نگرفتی چقدر دونستو چی کردی کردی نه، چون خدا میفهمه که ما انسان ها اشتباهات داریم، ولی اعمال ما بسیار مهم است که ما در طول زندگی خود برخورد انسانی داشتیم یا حیوانی داشتیم، آیا به حق کسی ظلم کردیم یا مهربونی کردیم، آیا به طفل خرد و مرد و زن تجاوز کردیم یا دست رحمت کشیدیم، مهربونی کشیدیم، یا دست ما به قتل ناحق مسلمان و انسان، تنها مسلمان نی که هر کسی را که به ناحق بکشیم، خداوند از این سوال میکنه و تو باید جواب بدی. وقت دوستای عزیز چون فکر میکنم که ما وقت برنامه رو به خلاصی است، بله اوکی تانکیو، ما چون وقت برنامه خلاص شده دوستای عزیز، ما هر کدام شما را به الله حق بسپارم، خداوند همه شما را در پناه خود داشته باشه از امراض کرونا و دیگر مرضا و رمضان خوش براتان میخوایم در جایی که هستین، شب از شبتان خوش، روز از روزتان خوش، هر یک شما عزیزا رو به الله حفظ کردین، شب و روزتان بخیر، خداوند یار مددگارتان. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation.
When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196. 800-680-1196. 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking, and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573. 800-889-3573. ننه دیشب حواس قیمه بادم جون داشتم، گوشت بادم جون و لپه خریدم، چند تایی مهمون داشتم، دادمش عروستون درست کنه، نرنگی داشتم ازه، آبرون رفت جلو هرچی مهمونه، هنوز تنم میلرزه. قیمه بادم جون روبه خوب میخواد، عطر فراوون طعم خوب میخواد، این روبه گوجه زرین تک مفید و سالم، چون کم نمکه، عطر رو ببین جون باقه ونکه، یعنی خورشت خوشمزه، فقط این روبه زرین و یکم گوشته و باقیش کلکه. آره عزیزم، زرین توی روبه تکه، زرین توی دنیا تکه. روبه گوجه فرنگی زرین از همه ایمون در اکثر فروشگاه های ایرانی و اینترنشنال در امریکا و کانادا در دسترس شماست. محصولات زرین بی همتاست. Loan Depot is better than banks. That's right, I said it. Better than banks. Loan Depot is a direct lender, so you get faster approvals and faster closings, which means you start saving money faster. Refinance at today's low fixed rate. With our lifetime guarantee, your rates will stay low. Because if interest rates ever drop, you can refinance with Loan Depot without any appraisal or lender fees. 1-800-482-5189.